می‌بینیم که بر ضد منافع ایران تحریفاتی شعارهایی می‌شنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمی‌گه. ولی ما این شعارها رو شنید، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم. چطور میشود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده؟ ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد. حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. 80 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هستند. عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. این دو صف باید از هم مجزا. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. من امشب برنامه‌ام یک مورد داره و فقط در یک بخش می‌خوام صحبت کنیم. درود ویژه می‌فرستم به همه عزیزان. از اکنون برنامه رسمی آغاز میشه. برنامه امشب رو من اختصاص دادم به صحبت‌های چند روز پیش آقای مهدی آقازمانی که برنامه‌ای رو گذاشتن و منوش امیر و رئیس یهودیان کالیفرنیا رو دعوت کردن و خواستن صحبت‌های آقای برنارد هنری لوی، کسی که تئوری تجزیه کشورها رو قلمداد چیز کرده و اصلا فلسفه جنگ داخلی کشورها رو داره پیگیری میکنه، اینها میان مالکشی بکنن که ایشون توهینی به رضا شاه و نام مقدس ایران نکرده و مالکشیشون خیلی برای من چون دیدم هم مشمعز کننده بود، ولی گفتم بیام نیام. بعد دیدم که صحبت ها در ارتباط و مسئله تاریخی داره یک سری چیزا مطرح میشه، لازم دیدم که بیام این صحبت ها رو انجام بدم. ابتدای برنامه آقای مهدی آقازمانی با حمله به شخص من که تنها کسی هم که در این اپوزیسیون تا الان شهامت اینو داشته که واقعا مافیاهای گردن کلفتی که در این اروپا هستن مثل برنارد لوی رو در فضای ایرانی بیاد افشا کنه. خب برنارد لوی از اونجایی که ارتباط زیادی با اپوزیسیون ایران داره مطمئنا به گوشش میرسونن دیگه، بالاخره خیلی از اینایی که در این اپوزیسیون هستن با ایشون ارتباط دارن و برای همینم هم میان مالکشی کنن صحبتای ایشونو. به هر روی من صحبتای اینا رو براتون میذارم. برنامه امشب بهتون قول میدم که نگاه کردنش براتون خیلی چیزها رو به دستتون میده، از نظر تاریخی، برخورد رضا شاه با صهیونیست های ایرانی در زمان خودش، حتی پیش از جنگ جهانی دوم و اصلا همین جنگ جهانی دوم رخ نداده بود. به هر حال اطلاعاتی رو تو این برنامه بهتون میدم در پاسخ به آقای مهدی آقازمانی و منوش امیر که خیلی با قدرت میشید. سلاحی رو امشب دستتون میدم که در فضایی که الان میبینید یا عربستان یا اسرائیل دارن افراد ما رو اپوزیسیون ما رو خریدن، پول دارن خرج میکنن، پولهای اسرائیل و عربستان به وفور داره دیده میشه با سیاستهای آمریکا در این اپوزیسیون و همه خودشون رو فروختن. امشب اطلاعات خیلی مهمی رو در این راستا بهتون خواهم داد، بنابراین امیدوارم یاران همراه باشن. یه خبر خیلی خوبم دارم که بچه های رودت زحمت کشیدن، یوسف عزیز از آلمان یک مستند واقعا خیلی عالی رو در مورد آمد نیوز و شبکه بیان درست کردن که اینا پولاشون از کجا میاد، هدفشون برای اینکه چگونه در ایران جنگ داخلی را بندازن، جنگ مسلحانه داخلی را بندازن، از صحبت‌های خودشون یک مستند واقعا قوی رو درست کردن. کار خیلی شاهکاری است و دو تن از بانوان، بانو نیلوفر و بانو ندام، با صدای دلنشینشون این مستند رو گویندگی کردن. من خودم شخصا هیچ نقشی نداشتم، یه دست روش میگه دستی باید به سر روی این مستند کشیده بشه. کار آخر تدوینشه که یوسف عزیز در آلمان انجام داده و فکر کنم مستند تا 48 ساعت آینده از طریق یوتیوب اصلی تیم رودست منتشر بشه. با اجازتون پس بریم تو برنامه. من صحبت‌های آقای این برنامه رو میذارم تیکه تیکه با هم بر رسم برنامه‌های فیسگراممون که تیکه تیکه میذاریم میریم جلو تا ببینیم که این عزیزان چقدر ما صهیونیست پیدا کردیم توی اپوزیسیون ایران. خیلی جالب شده برای من. به هر حال تا جایی که توان داشته باشیم، شاید جایی که نفس داشته باشیم مقابله میکنیم. خیلی از یاران نگران بودن بابت تهدیدی که من شدم. ببینید تهدیدات برای من تقریبا وقتی میرم بیرون اینا یک چیزی است که البته بیشتر مجازی است،
یک چیزی است که عادی است و عموم این کسانی که تهدید میکنن میترسن حتی بیان جلو. حالا بعضی وقتا موردهایی هستش که دیگه خیلی اوباشن میان سمت من حمله میکنن، به هر حال ما هم خودمون رو آماده کردیم برای یک سری دفاع شخصی، جای نگرانی نیست. فقط عکس این طرفو که گذاشتم نه که بخوام بگم چیز خیلی مهمیه، فقط چون چهرهش و اینا رو بدونیم شخصیتش کیه. البته من همه اینا رو برای یه ایمیل مخصوصی دارم برای پلیس و اداره سپاه همیشه در سوئد میفرستم به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارم. و یادش بخیر یه بار یک سال پیش، نه دو سال پیش بود تقریبا، اینجا ما اداره سپاه که رفتونیم امنیت سوئد، منو فرستادن به یک بخشی که اونجا مثلا تخصصی کار میکنم بابت این تهدیدینا. اون خانومی که اونجا بود 70 سالش هم سن داشت و اینا، خیلی کار کشته بود، خیلی تو این زمینه داشت سالها کار میکرد. میگه اصلا ندیدم بینه، مثلا اول فکر کردم من یک رهبر یک جریانی هم این حجم تهدیدها، باور نمیکرد که من یک برنامه ساز سادم. و این هم یه نکته جالبی بود که میخواستم بگم. به هر حال جای نگرانی نیست، به هر حال ما اومدیم در سفر عشق، دل شیر داریم، جونمون هم چه که سپید امضا دادیم، اینجا هم خیلی گرمه. امیدوارم تا آخر برنامه بتونم ادامه بدم. بریم توی برنامه. خب این آقای مهدی آقا زمانی، به 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 به، با اون صورت بسیار نورانیشون، ببینیم چی میگن. ایرانی رضا شاه بزرگ، خبری در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شد که به دلیل حوادث بعد بی پاسخ ماند، یا به عبارتی کمتر مورد توجه رسانه‌های ایرانی قرار گرفت. خبری که اون خبر هم مربوط به رضا شاه بزرگ بود. فیلسوف برجسته و نامدار فرانسوی برنارد هنری لوی که یکی از برجسته ترین فیلسوفان تاریخ معاصر جهان محسوب میشه. وایس از همه ابتدا عزیزم، ببینید کسی که چنقدر ضد ایرانی است که به دنبال تجزیه کشورهای منطقه است، فیلسوفیش تو چیه؟ تو پول خرج کردن صهیونیست‌هاست که میره در کشورهای منطقه پول میده به یک سری شورشی اپوزیسیوناشو جنگ داخلی را بندازه. ببین با چه غروری داره اسمش را صدا میزنه، تو رو خدا ببخش من میزنم عقب، دوباره نگاه کنی با چه غروری پروفسور برنارد هنری لوی، بابا چیکاره از پول داره؟ پول صهیونیستا خرج میکنه تو منطقه. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، من در مورد این برنارد لوی چون فرانسوی دیگه تو فرانسه به دنیا اومده، من همیشه گفتم هیچ کدوم از این صهیونیستای یهودی در کشورهایی که هستن تعصبی به اون خاک ندارن هیچ کدوم. شما برنارد لوی رو برید بگردید، یه عکس برای محض رضای فرانسه نمیبینید که ایشون کنار پرچم فرانسه باشه، ولی کلی عکس پیدا میکنید که کنار پرچم اسرائیل عکس انداخته. در این آدم تو اسرائیل بزرگ شده، نون و آبشو ابرش میگم تو اسرائیل، این آدم توی فرانسه بزرگ شده، نون و آبشو فرانسه داده، ولی هیچ حسی به فرانسه نداره. برنارد لوی هیچ حسی به فرانسه نداره، همه عکساش با پرچم اسرائیله. این اونجاییه که من میگم که آقا جان صهیونیست جماعت هیچ تعصبی، میگم صهیونیست حالا با یهودی خیلی فرق داره، ولی عموم عزیزان یهودی الان یه تعداد خیلی کمیشون موندن که ضد صهیونیست هستن، بیشتریاشون دارن میرن دفاع میکنن و این یه نکته خیلی مهمیه. حالا در ادامه گوش کنید. رضا شاه بزرگ، خبری در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شد که به دلیل حوادث بعد بی پاسخ ماند، یا به عبارتی کمتر مورد توجه رسانه‌های ایرانی قرار گرفت. خبری که اون خبر هم مربوط به رضا شاه بزرگ بود. فیلسوف برجسته و نامدار فرانسوی برنارد هنری لوی که یکی از برجسته ترین فیلسوفان تاریخ معاصر جهان محسوب میشه، در اظهاراتی بی سابقه که البته جای تردید به همراه می آورد با حمله به نامگذاری ایران از سوی پادشاه فقید پهلوی یعنی رضا شاه بزرگ به نام ایران و تغییر نام این کشور از پرشیا به ایران، اعلام کرد که این نامگذاری بخشی از یک توافق پنهانی احتمالاً بین پادشاه ایرانی و خونریز بزرگ آلمانی هیتلر بوده. من یه نکته رو برای نیروهای ناسیونالیست بگم. من در این برنامه محدودیت‌های خودم رو دارم چون در کشور اروپایی دارم زندگی می‌کنم و موظفم به رعایت قوانین کشوری که هستم توش. من وظیفه دارم که قوانین اروپا رو رعایت کنم، برای همین خیلی چیزها رو نمیتونم بگیرم و خودتون دیگه باهوش باشید و بگیرید. تلویزیون، همین تلویزیونی که ایشون داره صحبت میکنه، این میراث رضا دیبا هست، یعنی تلویزیون افق اصلا برای رضا دیبا راه افتاده. اینا
این برنامه آقای مهدی آقازمانی رو سایت رسمی شورای ضد ملی یا چه بگم شورای ملی آقای رضا پهلوی منتشر کرده. مدت‌ها بود که گفتن آقا رضا پهلوی از شورای ملی کشیده کنار، بله مسئولیت رو گذاشته کنار ولی نکشیده کنار. با مصاحبه اخیر آقای پیرزاده در تلویزیون صدای آمریکا روشن شد که سر همین داستان پیکر پاک رضا شاه بزرگ مشخص شد که رضا پهلوی هنوز با شورای ملیه و این برنامه رو مشخصا شورای ملی منتشر کرد. میخوام همه چیزها رو به هم وصل کنم و عزیزانی که خیلی ناسیونالیست هستن یک سری چیزها رو یه خورده آگاه تر هستن فقط نگاه کنن که این آدم چگونه از برنال لوی یاد کرد و چگونه در ادامه، من نمیتونم خیلی چیزا رو بگم، خودتون بگیرید دیگه، این بخش رو قشنگ گوش کنید، چگونه گفت برنال لوی برجسته ترین که یک فرد اسرائیلی است و ببینید در ادامه داره چی میگه در مورد حالا با چه تنفری. حالا من نمیتونم خیلی چیزا رو بگم، ببخشید واقعا این محدودیت های دموکراسی است دیگه. رضا شاه بزرگ، خبری در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شد که به دلیل حوادث بعد بی پاسخ ماند یا به عبارتی کمتر مورد توجه رسانه‌های ایرانی قرار گرفت. خبری که فرانسوی برنارد هنری لوی که یکی از برجسته ترین فیلسوفان تاریخ معاصر جهان محسوب میشه در اظهاراتی بی سابقه که البته جای تردید به همراه می آورد با حمله به نامگذاری ایران از سوی پادشاه فقید پهلوی یعنی رضا شاه بزرگ به نام ایران و تغییر نام این کشور از پرشیا به ایران اعلام کرد که این نامگذاری بخشی از یک توافق پنهانی احتمالاً بین پادشاه ایرانی و خونریز بزرگ آلمانی هیتلر بوده. این حرف ها اگرچه در میان بسیاری از روشنفکران و متفکرین اروپایی و حتی فرانسوی هم خریداری داشت اما با سکوت رسانه های فارسی زبان، شخصیت ها و صد البته کنشگران اجتماعی همراه شد. تنها برخی از سربازان گمنام این هسته تو میگه با سکوت رسانه ها و فعالان و اینا همراه شد، سکوت نکردن که میخواد بگه همراه نشد صدا. امام زمان از گفته های آقای برنارد هنری لوی سوء استفاده کردند و کوشیدند گفته های این فیلسوف هم اینجا حملش به من خریداری داشت اما با سکوت رسانه های فارسی زبان، شخصیت ها و صد البته کنشگران اجتماعی همراه شد. تنها برخی از سربازان گمنام امام زمان از گفته های آقای برنارد هنری لوی سوء استفاده کردند و کوشیدند گفته های این فیلسوف یهودی تبار فرانسوی رو پای حساب کتاب های ادیان دین یهودیت و دشمنی اسرائیل با ایران بگذارند و بگویند که یهودی ها در حال توهین به ایران هستند. حالا خیلی برام جالبه چه پروفسوری به آقای لوی میگه. من نمیتونم از که تالا سرمایه گذاران فیلم های پورنو آقای مهدی آقا زمانی اینجوری پروفسور میشن. واقعا خرج کردن پول یا مفته که آدم خرج بکنه برای یک سری گروه های شورشی اسلحه براشون بخره. من داره که برنا لوی رو من بارها گذاشتم ولی جالبه این شخص، چون من تنها کسی بودم که تا به امروز به آقای برنال لوی این گونه در این سطح پرداختم و اتفاقا در مورد این توهینایی هم که ایشون به رضا شاه کرد و در مورد نام ایرانمون واقعا شرم‌آوره. جمهوری اسلامی کاملا سکوت کرد چون به هر حال خودشون اینا یه جوری ضد رضا شاه میدونن دیگه، اینا حماقت‌های حکومته و تنها کسی که برنامه ساخت من بودم و آقای مهدی آقا زمانی. من نه گمنام هستم، خیلی جلو علنی نشستم و جلو دوربین هستم، نه گمنام هستم نه سرباز امام زمان، من سرباز سوشیانت ها هستم، من سرباز آریایی هستم، من سرباز اهورامزدا هستم، من سرباز پاک ایران هستم و خیلی هم تو روشنایی هستم و سرباز گمنام نیستم. و حالا در ادامه ببینیم چه صحبت هایی میکنم. اما پیش از حتی اظهار نظرهای مقامات غیر رسمی و سایبری جمهوری اسلامی، یک نهاد در سرتاسر جهان بود که رسما خوشم میاد مهدی آقا زمانی به خدا به ایران سایان خوشم میاد، برنامه هم چنان تأثیر داره که مجبورید بیاد این نمایشا رو بازی کنید چون به جز من هیچکی نپرداخت به برنال لوی. واقعا شرم آورم به صحبت های این فیلسوف یعنی کسی نمونده دیگه بپردازه. ما آخرین سنگری هستیم که گویا هنوز توسط عربستان و اسرائیل خریده نشدیم. کسی دیگه نمونده در این اپوزیسیون که یک مقدار غیرت داشته باشه، یه خود شهامت داشته باشه و خودش به پولهای کثیف عربستان و اسرائیل وابسته نکرده باشه.
جز ما کسی صحبتی نکرد. من نمیدونم چه فشاری بهتون اومده، هی میگی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی. جالبه. امدار فرانسوی اعتراض کرد و این صحبت ها رو فاقد روح حقیقت دانست. فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی که به سرپرستی و مدیریت سرکار خانم سوسن عزیز زاده پرزیدنت این فدراسیون، در بیانیه‌ای بلند بالا با بیان مهمترین نکات تاریخی و با توجه ویژه به شخصیت رضا شاه بزرگ در حمایت از یهودیان در یکی از تلخترین و سیاهترین دوران تاریخ، یعنی زمان حکومت نازی‌ها در آلمان و بر پایه اردوگاه‌های مرگ و دوره هولوکاست، نشان داد یهودیان ایرانی برای دفاع از ایران، حتی از بسیاری از ما ایرانیان به ظاهر سینه چاک وطن دوست هم پیشی گرفتن. آره، بیشترش رفتن عضو حزب توده شدن. تقریبا 90% یهودیان در اون زمان عضو حزب توده بودن و زمانی که ارتش متفقین وارد خاک ما شدن اومدن سوت و دست زدن، براشون جشن گرفتن. و این هم نگه میدونم، جلوتر میگم. یک خبر خوبم بهتون بدم، به خاطر که روی اینها رو من کم بکنم درست حسابی از نظر اکادمیک، برنامه امشب من اتفاقا به جای اینکه شخصیت های اینا رو بخوام چیز کنم، چون کار درستی نیست زیادم شخصیت های اینا رو بپردازیم، بحثی که مطرح میکنم نظر تاریخی رو من به صورت اکادمیک بخشش رو در این برنامه پاسخ میدم. ولی یک میخوام قولی بهتون بدم، در ظرف چند روز آینده یک برنامه توپ میسازم در مورد برخورد رضا شاه با صهیونیست های ایرانی و صهیونیست های ایرانی برخوردشون در ایران در چه زمان قحطی بزرگ، چه در زمان جنگ جهانی دوم. اینا حالا میگه خیلی میهن پرست بودن، تقریبا 90% یهودیان عزیز ما رفتن در حزب توده و برای شوروی اسلحه گرفتن، و زمانی که ارتش انگلیس و ارتش شوروی اومدن و رضا شاه رو داشتن تبعید میکردن، اینا سوت و کف میزدن. همه اسنادش هم هست. حالا بذار بریم جلوتر، حالشون حسابی میگیرم از نظر آکادمیک. و برای اونها ایران به اندازه همه ارزهای موعود مقدس. چقدر به این پول خدا من اصلا خندم میگیره به جان ما. یعنی انقدر اینا پول میگیرن بیان اینجوری تبلیغ بکنن. کالیفرنیا هم که میدونی مافیای پیچیده بهاییت و صهیونیستی کاملا، یکیش هم همین ارگان، یکی حالشون نامبر، واقعا سیطره انداخته. یعنی شما اگه باج ندید به اینها، یعنی با اینا همراه نباشی، نمیتونی بیا اینجا بلبل زبونی کنی. با اینا باشی پول بهت میدن، حال بهت میدن. زمان شاه اصلا در هر حوزه یا در سطح پایینش که این آدم باشه، در سطح حکومتی هم همینه، اگر باج بدی دلار میشه 7 تومن، پاسپورت ارزش داره همه دنیا بری. اگر باج ندی پدرت در میارن دیگه، با پاسپورت تو افغانستان هم نمیتونی بری. این سیستمیه که وجود داره، نباید جلوی اینا ایستادگی کنی. نه، حرفشون اینه من زورگوام، من پیچیدم، من تونستم با لابیگری و انجمنهای مخفی که درست کردم بتونم تمام حکومت رو داشته باشم، کیف انگلیسی، حالا اصطلاح کیف انگلیسی رو دارم میگم، دست تمام سیاسیونتون دارم. بنابراین تو که حالا میخوای رهبر ایران باشی، مثلا آقای محمد رضا شاه باشی، تو میخوای مجری برنامه باشی، امید دانا باشی، میخوای هر کسی باشی، در هر سطح لولی که باشی، در لول خودت نباید مقاومت کنی، وگرنه خوردت میکنیم. الان چرا فکر میکنی منو هیچ رسانه‌ای دعوت نمیکنه؟ تواناییم کمتره نسبت به اینه که میرن برنامه مثلا میبرنشون به اسم کارشناس تو مهد کودک منو تو میبرن تو برنامه روبرو میشینن حرف. واقعا الان خندش میگیره وقتی که این کارشناسا صحبت میکنن، آدم واقعا شرمش میشه که اینا رو واقعا از کدوم جوب بعضیاشون رو پیدا کردن. و فکر میکنه چرا اینجوری من وقتی میرم یه مصاحبه میکنم با تلویزیون همین افق، سری 10 تا بیانیه صادر میشه که آقا امید دانا دیگه دعوت نشه، بیانیهاشون یادتونه دیگه عزیزان. حالا بریم ادامه گوش کنیم. اس محترم و قابل ستایش است و نشان دادن که بی هیچ تردیدی بار دیگر یهودیان ستایش کنندگان و البته گرامی دارندگان مردانی هستند که در ساختن ایران از ادوار کهن مانند کوروش و داریوش تا روزگار نو مانند پادشاهان پهلوی ثابت قدم و البته موثر بودند. آدم یاد سریال مهران مدیری میفته که میگفت من بیاد پاچتو ورمالم به پاچه خاری کنم، سرشو میذاش رو میز میگه ای جانم ای جانم. آدم یاد این شخصیت ها رو میبینه، واقعا یاد شخصیت های سریال های همین شبهای برره آقای مهران مدیری میفته. به بهانه همین حمایت گسترده جامعه یهودیان ایرانی آمریکایی از
پادشاه فقید ایرانی رضا شاه بزرگ و البته موضع مشخص محکم و قاطع فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در قبال صحبت‌های فیلسوف نامدار فرانسوی که این مسئله رو مطرح کرده بود دعوت کردم از سرکار خانم سوسن عزیزاده پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در لس آنجلس در این استودیو همراه من باشد و البته جناب آقای منشأ امیر تحلیلگر برجسته و سرشناس ایرانی تبار در موضوعات مربوط به تاریخ و خاورمیانه که از اورشلیم پایتخت اسرائیل از طریق ارتباط تصویری با ما در این برنامه زنده همراه هستند. من و مهمانان عالی مقامم رو در این برنامه همراهی کنید. من نمیدونم اینا حالا از الان اینجای بعد برنامه خیلی بحثای آکادمیک جالبی پیش میاد، چون از الان بعد میخوام حسابی اینا رو سر جاشون بشونم. من فقط دارم اینا که توانایی ما رو میدونن توی اینجور بحثا چرا میان جلومون وای میسن، مثل گوشت قربونی الان یه برنامه ساختن که مثلا گوشت قربونی گذاشتن جلوی دست ما، حیف قربونیشون نکنیم دیگه. بریم پس ببینیم باهاشون چیکار میکنیم چیا میگن. دوستان عزیزتون در سراسر دنیا از دعوتتون تشکر میکنم. خواهش میکنم. اجازه بدید به اتفاق شما سلامی بکنیم به جناب آقای امیر. آقای امیر عرض احترام و از صحبت‌های آقای برنارد لوی، این فیلسوف بزرگ فرانسوی، آدمی خیلی شناخته شده، یکی از بزرگترین متفکران قرنه، ولی واقعا من تعجب کردم با صحبت‌های ایشون. چه تعریفی میکنه؟ یکی از بزرگترین متفکر، نه بابا، یکی از کسانیه که بیشترین پولو داره، تونسته تو صنعت پورنو و تو صنعت جنگای داخلی همینجوری خرج کنه. من نمیفهمم کسی که زیاد پول داره و جد جنگ را انداختن ایشون مگه چیکار کرده؟ واقعا مثلا شاخ در میاد تو حوزه تفکر، جز پدر این مملکت ها رو در آورد، بیا بره سومالی اونجا رو چی بشه، میاد سومالی، سودان رو اونجوری بکنه، لیبی رو اونجوری بکنه، سوریه رو اینجوری کنه، تو همین تجزیه کردستان اقلیم کردی عراق اومد نقش ایفا کرد. چی داری میگی آقای پروفسور؟ اصلا آدم توقع نداشت که آدمی به این اندازه روشن یکوی همچین حرفایی رو مطرح کنه. آدمی که برنارد لوی که بهر میگرده میگه که اولا روشنیشو بهتون بگم، تو جنگ 6 روزه اسرائیل اون موقعی که نوجوان بود سریع میخواست بلند شه بره اسلحه بگیره آقای روشن، و میگه که ارتش اسرائیل دموکرات ترین ارتش رو کره زمینه. آقای روشن اصلا مگه ارتش باید دموکرات یا غیر دموکرات باشه؟ ارتش یک نهاد نظامی است که وظیفش مشخصه. این فیلسوف پروفسور واقعا جملات جالبی داره که ارتش اسرائیل دموکرات ترین که چیز دنیاست. ارتش حالا تو جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان که در 2006 انجام شد، ما دیدیم که وقتی که اینا نمیتونن سربازای حزب الله رو بکشن و میبینن 119 تا سرباز خودشون کشته شدن، چیکار میکنن؟ مردم بیگناه لبنان رو بمباران میکنن و 1200 تا 1500 تا از شهروندان عادی لبنان و ارتش اسرائیل میره به خاک و خون میکشه، میکشه، خونه هاشون رو از بین میبره. بعد برنارد لوی چنین ارتش جنایتکاری و میگه که اینا آقا جان دموکرات ترین ارتش دنیا، بعد اینم نوشته میگه آقای روشن. آخه کجاش روشنه؟ فکر کنم از اون مدل روشنای روشن فکران ماست که یه لامپ رو سرشون گذاشتن منور و فکر شدن. خیلی جالبه به خدا. ماجرا از چه قرار بود؟ آیا واقعا این حرف درستی از نظر شما به هیچ عنوان صحبت‌های درستیشون نکردند و ما هم تعجب کردیم. همه دنیا واقعا تعجب کردند، کسانی که به تاریخ وارد هستند و اطلاع دارند، و ما هر ریسرچی که و جستجویی در واقع امکان پذیر بود کردیم و به هیچ وجه صحت مطالبی که ایشون گفتن رو نتونستیم پیدا بکنیم. برای همین فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در لس آنجلس اعلامیه‌ای صادر کردن و صحبت‌های آقای برنارد هانری لوی رو رد کردن و از خدمات و کمک‌هایی که رضا شاه بزرگ به قوم یهودیان ایران و بقیه اقلیت‌های مذهبی در ایران کردن صحبت شد و خدمات ایشون رو برشمردن و صحبت‌های آقای لوی به هیچ عنوان پایه و اساسی نداره. بسیار هم عالی. برمیگردم بهتون. بینندگانمون هم البته جدل هستن که دلیل این صحبت‌ها نامگذاری ایران، کشور عزیزمون، به تغییر نامش از پرژیا به ایران در نهادهای بین‌المللی هست که به پیشنهاد و دستور رضا شاه بزرگ انجام شد و مورد تصویب مجمع ملل هم قرار گرفت. آقای امیر، اساساً چرا ایران تغییر نام داد در دوره رضا شاه و این تغییر نامی که اون
در اون زمان صورت گرفت آیا مطابق با نظریه آقای لوی در هماهنگی با آلمان‌ها بود، با آلمان‌های نازی بود؟ بله، ببینید بیاید یک سابقه تاریخی بدیم و اون اینکه معمول بوده است در امپراتوری یونان و امپراتوری روم که وقتی یک کشوری رو تسخیر میکردن یا وقتی که میخواستن که یک تمدنی رو انکار بکنن میومدن و اسم اون مملکت یا اسم اون تمدن رو عوض میکردن. ما دو نمونه تاریخی داریم، یکی سرزمین اسرائیل به زبان عبری ارس اسرائیل یعنی سرزمین اسرائیل که وقتی که امپراتوری روم ببینید واقعا این صهیونیست‌ها چجوری راست و دروغ قاطی میکنن من اصلا شوکه میشم. آیه از اون خانم هم که در مورد خدمات رضا شاه به یهودیان گفت یک بخشی از حقیقت رو گفت که چون در ادامه دوباره تکرار میشه موضوعش رو قشنگ توضیح خواهم داد، ولی در مورد اینی که آقای منوچهر امیر داره میگه درست داره میگه. یونانی ها یکی از کاراشون این بود که همین الان هم هست، اصلا دموکراسی غرب که از همین داستان یونانی ها هم این فرهنگ به جای مونده چیکار میکنن؟ وقتی میخوان یک رو نابود کنن همه اسناد از بین میبرن. بذارید یک مثال ساده بزنم، مثلا شما تو صفحه رودست که ما 62000 تا لایک داشتیم میدونید چقدر ویدیو عکس کلی مثلا مطالبمون اونجا دیگه آرشیف شده بود دیگه، با یه دکمه کل آرشیو ما رو از بین بردن رفت، اصلا فوت شد رفت هوا. یعنی برای همینه که میگم عزیزان خیلی از برنامه‌های منو بعدش که میذاریم در یوتیوب اینا برای خودشون یه دونه هارد دیسک داشته باشن و ضبط کنن داشته باشن. اینو درست میگه آقای منوچهر امیر، یکی از کارها اصلا این فرهنگ دموکراسی است که آقا جان طرفو همه اسناد از بین ببر پدرشو در بیار، اصلا نذار که این جولان بده اینا. و یکی از دلایلی که ما خیلی از بزرگان کشورمون در حوزه علم در حوزه هنر اینا رو در ایران باستان نمیشناسیم، یکی از دلایلش همین روش‌های یونانی و دموکراسی منشایان بوده که میومدن و تمام اسناد ما رو از بین می‌بردن. البته خب بخش گسترده‌ش هم بابت این تازیان عرب هستش که اومدن این اسلام اهریمنی رو به کشور ما تزریق کردن، ولی این بخش آقای چین حالا، ولی حالا ببینید این راستو میگه آقای منوچهر امیر، خیلی جالبه دروغه هم حالا توش میچپونه دیگه، یه بخش رو راست گفت حالا دروغه رو بگو. دروغه چیه؟ کشور اسرائیل بوده، یونانیا با همین روش اومدن و این کشور اسرائیل از بین بردن. یعنی آدم واقعا توی میمونه، یعنی انقدر اینا کار کشته هستن تو تحریف تاریخ آدم اصلا شوکه میشه، انقدر حرفه‌ای. حالا گوش کن، آمد و این سرزمین رو تسخیر کرد و دکتر مقدس یهود در اورشلیم رو ویران کرد و یهودیان رو به تبعید برد و در واقع اخراجشون کرد از سرزمینشون و تمام وسایل دکتر مقدس یهود رو برد و به شهر روم منتقل کرد و امروز شما در روم دروازه پیروزی میبینید که مجسمه ای رو که یک برجستگی دیواری هست که نشون میدهد که این میگه نام ایران، این زد تو خط اسرائیل، میگه آقا نام ایران داستانه چی بوده که رضا شاه گذاشته، این زد خط اسرائیل. یعنی هر جا شما این صهیونیست رو بذارید، حالا میگن خیلی از یهودی ایرانی عاشق ایرانه، بله یه بخش اقلیتشون هستن، ولی وقتی میری جلو بین ایران و اسرائیل، اسرائیل انتخاب میکنن. شک نکنید تو این قضیه، تو این چند روز دیدم دیگه اینا صفحه‌های مخصوصی دارن توی با هم یه کامنت میکنن، حالا عکس گرفتم منتها تو اون یکی هارد دیسک زمه نشون خواهم داد. چند روز همین فردا تلاش میکنم مثلا بعضی از اینا رو منتشر کنم که برمیگردن میگن دم ارتش اسرائیل گرم که داره جنایتکارای سپاه رو میکشه، مردم ایران به جای سپاسگزاری از ارتش اسرائیل چرا ناراحتن؟ یعنی یک دیده همچین چیزی دارن اینا و ایشون به جایی که پاسخ بده ایران زد تو کانال اسرائیل. خب چگونه شمدان هفت‌شاخه بیت المقدس یهود رو دو سرباز رومی روی دوششون حمل میکنن و میبرن روم؟ علتش این بود که امپراتوری روم نمیخواست که نامی و اثری از اسرائیل و فرهنگ یهود باشه و آمدن و اسم این سرزمین رو تبدیل کردن به فلسطین از واژه پلیشتیم که پلیشتیم یا فلسطین‌ها اونها راهزنان دریایی بودن که از دریای اژه آمدن. دریای اژه تو اون زمان چجوری اومدن به فلسطین؟ دریای اژه از زمان کجاست؟
بالای دریای آبهای شمالی دریای مدیترانه آبهایی است بین ترکیه و یونان، به اون میگن دریای اژه. میگه از اونجا یه مش راهزن بودن به نام فلسطینی اومدن دمشون گرم. ببینید تاریخ میسازن، یعنی شاهکارن اینا عزیزان یهودی، واقعا شاهکارن تو تاریخ نویسی. یکی از همین تاریخ نویسیه که کردن همین بود که آقای کوروش عاشق چشم و ابرومون بود، اومد وقتی که نبوک نست و برداشت فقط به ما حال داد، به ما پول داد و برید توی مثلا اورشلیم. دیگه ادامه رو توضیح نمیدن که بابا جان کوروش به همه افرادی که تحت ستم بودن کمک میکرد. یه قوم کوچولویی هم اونجا اون لابلاها بوده به نام یهود، به شما هم کمک کرده، دمش گرم. یعنی میان چجوری میگن، یعنی خیلی حرفه‌ای عمل میکنن، دروغ نمیگن ها، منتها راسته رو جوری میگن، همه بالا پایینش رو قیچی میکنن، راسته رو جوری میگن که مصادره به مطلوب بتونن بکنن. واقعا حرفه‌این، به خصوص نهای منشه امیر که واقعا کار کشته است. از سواحل اسرائیل در ناحیه اشکلون مستقر شدن، یک ناحیه رو به تصرف در آوردن، حالا هنوز هم صحبت نمی کنه که آقا این ازش پرسش چی بود، آقا چرا نام ایران انتخاب شد. این زد تو جاده صحرای سینا صحبت کرد که آقا آره بحث اسرائیل، آقا اسرائیل هم نپرسید، از ایران رو پرسید. حالا داره میگه که اسرائیل چی بوده، اینجا اسرائیل بوده، یونانی ها نخواستن نامش بمونه و بعدن یک عده راهزن آدمکش قاتل از دریای اژه با اون همه مسیر رو اومدن، با کشتی اومدن رسیدن به فلسطین و اون حالا اسرائیل اینها، و اونجا ساکن شدن یونانیا. حالا برای یونانیا چه فرقی داشته تو اسرائیلی یا فلسطینی، چه فرقی برای یونانیا داشته؟ آخه چرا خالی میبندید؟ وجود خارجی نداشتید شما تو تاریخ. سالی هم در اونجا بودن و بعد نابود شدن و هیچ اثری ازشون نمودن. صدا مال برنامه شونه، دو سه بار دیگه هم تکرار میشه، مقصر من نیستم. اسرائیل رو تبدیل کرد به فلسطین، همین کار رو اینها آمدن و با فرهنگ ایرانی کردن. خب این بخش خالیاشو بس. حالا الان اینجا که داره میگه درسته، در مورد فرهنگ ایران راست و دروغ قاطی کردن یکی از روش های نخنما شده عزیزان صهیونیستیه دیگه. پارس که به زبان فرانسه میشه لپرس، به زبان‌های انگلیسی و غیر پرژیا، بخشی از زمین بود که کوروش کبیر آمد و این دو بخش رو، یعنی فارس و ماد رو، همون گونه که در کتاب مقدس تورات هم نوشته، با هم یکی کرد و سرزمین ایران رو به وجود آورد. ولی اونها آمدن و نام ایران رو عوض کردن، اسمش رو پرس یا فارس گذاشتن، برای اینکه فرهنگ ایران رو کوچک نشون بدن. این یه سابقه تاریخی است که باید به یاد داشت و از این جریان ناراحت نشد. در طول قرنها ایران و تمدن ایران در فرهنگ غرب به زبان پرس یا پرژیا نامیده میشد. بعد رضا شاه آمد و این نام رو عوض کرد. عوض کرد به خاطر اینکه چهره ایران عوض شده بود. ما دوران قاجار رو پشت سر گذاشتیم، انقلاب مشروطه. دقت کردید؟ میگه رضا شاه این نامو عوض کرد. عوض کرد چون چهره ایران هم عوض شده بود. گوش کنید این تیکر با دقت تا جواب بدن. کردن اسمش رو پرس یا فارس گذاشتن برای اینکه فرهنگ ایران رو کوچک نشون بدن. این یه سابقه تاریخی است که باید به یاد داشت و از این جریان ناراحت نشد. در طول قرنها ایران و تمدن اینجا. ایران اینجا رو گوش کنید. در فرهنگ غرب به زبان پرس یا پرژیا نامیده میشد. بعد رضا شاه آمد و این نام رو عوض کرد. عوض کرد به خاطر اینکه به خاطر چی؟ چهره ایران عوض شده بود. ما چهره ایران عوض شده بود. خب دوران قاجار رو پشت سر گذاشتیم، انقلاب مشروطیت انجام شد، ایران در عرصه مدرنیته گام برداشت. و آقای منشه امیر چه ربطی داره قربونت برم، آخه چرا میره، چرا اینا رو داره میگه؟ یعنی الان هر کشوری چهرهش عوض میشه نامش هم باید عوض بشه. اینو داره میگه توجیه بیاره بابت اینکه رفتن فلسطین رو گرفتن، نام کشور فلسطین رو یک دفعه در چند ساعت کردن اسرائیل. برای این داره توجیه میکنه، تاریخ ما رو تحریف میکنه. قربونت برم کشور که عوض میشه نام عوض نمیکنن که. نام ایران همیشه ایران بوده. رو اسکناس های صفویه شما نگاه کنی، رو سکه های صفویه، رو سکه های قاجاریه،
دائم نام ایرانه. اینکه در خارج از ایران نام ما رو پرشیا میگفتن، رضا شاه اعتراض کرد گفت آقا جان توی خارج هم شما نام پارسی بچید، نام ایرانی بذاری، بگید ایران، تموم شده رفت دیگه. اینکه مدرنیته شد و چهره ایران عوض شد، دلیل عوض شدن نام نبود، اصلا نام عوض نشد، نام ما ایران بود توی داخل. اما خودمون همه کشور همسایه‌مون هم ما رو ایران میدونستن. کشورهای اروپایی توی مکاتبات اداریشون به ما میگفتن پرشیا. رضا شاه یه دونه اعتراض کرد گفت آقا جان اینو قجمش کنید دیگه، به ما نگید پرشیا، نام ما ایرانه. این چه ربطی داره به مدرنیست و این چه ربطی داره به عوض شدن چهره ایران و این چه جوری ربطش میدن؟ خیلی جالبم به خدا. رضا شاه با این تغییر نام که قطعا سالها پیش از به قدرت رسیدن هیتلر انجام گردید، خواست که چهره دیگری رو، این حرف هم درسته، قبل از به قدرت رسیدن هیتلر رضا شاه این کار کرد، کسی هیچ ربطی نداره. فقط رضا شاه آقا جان مکاتباتتون رو به نام ایران بزنید نه پرشیا. اینقدر به خدا مسئله پیچیده ای نیست، یک پشت عقب افتاده تجزیه طلب دست میزنن رو این که آقا شما ایران نبودید، رضا شاه شما رو ایران کرد. بابا چه، ما همیشه ایران بودیم از اولش. ما از اوستا نگاه کنی، از 7000 سال پیش تا الان ما ناممون ایران بوده هست. این که توی مقطعی غربیا به ما پرشیا میگفتن به خودشون مربوطه. رضا شاه منتها بعد برگشت گفت دیگه به خودتون مربوط نیست، دیگه الان مناسبات جهانی دیگه گسترده شده، تو مکاتباتتون شما وظیفه دارید نام ایران رو استفاده کنید. چیز پیچیده ای نیست به خدا این مسئله، در ایران نشان بده. و من پروفسور لوی رو چندان نمیشناسم، حتی اون سخنانش رو هم نشنیده بودم تا از زبان شما شنیدم، ولی بیاد عجب، یعنی آقای منوچهر امیر صحبته برنارد لوی رو نشنیده ولی به عنوان یک خبرنگار حرفه‌ای اومده در این مورد صحبت کنه. عجب، میخواد ماله رو بکشه دیگه، نشنیدم، میخواد مثلا به برنارد لوی جون چیزی نگه ناراحت بشه. خب بیاریم که رضا شاه فقید در سال 1925 میلادی به قدرت رسید و همون دوران بود که نام ایران رو، نام پرشیا یا لپرس رو برگردون به نام ایران، و هیتلر در سال 1933 به قدرت رسید در آلمان. چه ارتباطی بین حالا تعریف سمجیدشون از رضا شاه بهتون دلیلشو خواهم گفت، به روی کار آمدن رضا شاه پهلوی و به روی کار آمدن هیتلر با فاصله 8 سال زمانی وجود داره. من تاریخ نویس نیستم ولی از دیدگاه من این سخن یه مسئله بگم، تمام صهیونیست‌ها کسی که دفاع میکنن از مسئله صهیونیست همشون تاریخ نویسن. اصلا یه جمله جالبی دارن عزیزان صهیونیست، حالا میگم عزیز، اینها یه چیزی دارن میگن آقا دکتر مهندس ما نمیخوایم، دکتر مهندس مال کشور جهان سومه. ما تا جایی که میتونیم باید تاریخ نگار و بحث علوم انسانی و مسئله سیاسی رو فقط پرورش بدیم که بتونیم اینا رو استعمار کنیم دنیا رو. دکتر مهندساشونو میاریم مال کشور جهان سوم، بهشون پول میدیم، دکتر مهندس مجبور برای ما کار بکنه، ولی ما باید همش فقط فعال سیاسی پرورش بدیم که بتونیم دنیا رو استعمار کنیم. آقای منو شهمی شکست نفسی نکنید، شما خدای بحث تاریخ نگاری و اینا هستید. اتفاقا در این حوزه آقای منو شهمی جز معدود کسایی که خیلی آگاهه، واقعا با سواده. دیدید که من خیلی ها اینجا چراشونو میارم میگن طرف بی سواده، خیلی با سواده آقای منو شهمی، بسیار با سواده، بسیار جدیش بگیرید. و واقعا یک کهنه تاریخ نگار و یک کهنه سرباز اسرائیلیه که میدونه داره چی کار میکنه، دقیق حرف میزنه و اصلا از این آدم ها نیست برعکس خیلی ها همینجوری بیاد جلوی دوربین، هر واژه به واژه حرفاشو فکر کرده انجام میده و میدونه داره چی میگه. اصلش رو نشنیدم، نمیدونم دقیقا چی گفته، ولی اگر این چنین گفته است که شما نکردید به نظر من اشتباهه. میگه من نشنیدم اصلش رو اینا رو، من از زبون شما شنیدم. امکان نداره منوش امیر صحبتای برنارد لوی رو نشنیده باشه، به عنوان یک آدم میدونی حرفه‌ای قبول بکنه بیا در مصاحبه‌ای که در مورد چیزی بخواد صحبت کنه که نرفته اون چیزو گوش کنه، امکان نداره. ولی گوش کرده اومده اینجا، مأموریت چیه؟ مالکشی. نباید برنارد لوی چهرش خراب شه توسط بچهای رودست. چرا؟ چون فردا که دوباره اگر یه اتفاقی تو ایران افتاد مثل جنبش سبز یا همین داستان نرشیش، برنارد لوی که پولاشو خواست بیاره بریزه تو اپوزیسیون،
چهرش خراب نشه و همه راحت این پول رو از دستش بگیرن، به مانند همون نشستی که اینا گذاشتن با آقای نوریزاده و عبدالله مهتدی از این تجزیه طلبای مستقیم حزب کومولو، آقای مخمل باف چریک سابق و چریک آینده احتمالاً، و همه اینا جمع شدن با اطرافیان رضا پهلوی و نازیلا گلستان و سازگارا، اینا با برنارد لوی جلسه گذاشتن، با آقای خانساری هم بود، مجریشون بود، جالبه، جلسه گذاشتن به صورت عمومی و کنفرانس گذاشتن در پاریس و ایشون اومد قشنگ اصلا میداندار جنبش صف بود آقای برنارد لوی. قربونت برم، بسیار عالی. آقای برنارد لوی، من باز هم توضیح بدم که آقای برنارد لوی در اون صحبت گفته بود که نوعی توافق پنهان بین پادشاه ایرانی که بخشی از نژاد آریایی هستند و هیتلر که میگفت نژاد آریایی نژاد برتر هست و در حال گسترش قدرت این نژاد در آلمان بوده و اساسا همین نژاد پرستی رایش سوم رو انداخته بود، رو توافق پنهان داشتن که جهان رو بین خود تقسیم کنند، که البته چنین نشد و با شرایط دیگر. عزیزان میدونن که بابت محدودیتایی که دموکراسی داره، من در مورد این احضارات آقای مهدی آقازمانی نمیتونم اظهار نظر کنم، فقط سکوت میکنم و رد میشم. شما تصویر آقای لوی رو در گفتگویی که انجام داده و به این مسائل هم پرداخته در حال دیدن در روی صفحه تلویزیون هست. اما خانم عزیزاده عزیزم، به لطف جامعه یهودیان ایرانی در آمریکا چند سال پیش پرده از اسرار بزرگی برداشته شد که نشون میداد دولت وقت ایران در زمان جنگ جهانی دوم، اینجا خیلی مهمه، بریم تو کارش دیگه، در همین شهر فرانسه کسی رو مانند سردار عبدالحسین سرداری در مقام یک مدافع راستین و حقیقی برای بشریت به عنوان سفیر ایران، به عنوان کاردار ایران، به عنوان کنسول ایران داشته، که توانسته جان هزاران یهودی رو از مرگ حتمی در اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان نازی و در سیطره حکومت آلمان نازی نجات بده. خود آقای سرداری گفته که کمک‌ها از جانب دستور رضا شاه بوده، کمک‌ها از جانب حکومت بوده، یعنی این حقیقت وجود داشته. وایسا چه حقیقتی، چه خالی می‌بندی. خب ببین اینجا ما دیگه بعد وارد شیم. میگه شخصی بوده در جنگ جهانی دوم به نام عبدالحسین سرداری، سفیر ایران در فرانسه، که جان چند هزار یهودی رو نجات داده با دادن گذرنامه که اینا بیان ایران، و این کارم به دستور رضا شاه انجام داده. یعنی وقاحت و دروغگویی رو همینجوری میبینن. اولا آقای عبدالحسین سرداری کیه که ایشون نام میاره که الان میخواد کردیت بیاره برای حالا این داستانی که داره صحبت میکنه؟ عبدالحسین سرداری، خیلی جالبتون میگم، نام کاملش رو نمیدونم چرا نمیگه، عبدالحسین سرداری قاجاره، نام واژه قاجار آخر فامیلی آقای سرداریه، خیلی جالب براتون بگم. و آقای سرداری دایی امیر عباس هویداست، بهاییست، پیشفرض. شما همیشه اینو بدونید عزیزان بهایی حکم شمشیر رو دارن در دست عزیزان صهیونیست. اصلا بهایی ها به وجود اومدن اسلحه عزیزان کی باشن؟ یهودی باشن. اما مشخصا در مورد شخص آقای غلام حسین سرداری قاجار که آقای مهدی آقازمانی با تحریف تاریخ و من اون از کجا اینو میگه که برمیگرده میگه رضا شاه بهش دستور داد، من استناد میکنم با آقای عباس میلانی، چون به هر حال ایشون یک فردی است که واقعا در این حوزه کار کرده. در کتاب معمای هویدا جناب میلانی مینویسه که آقای عبدالحسین سرداری یک فرد عیاش بود و در فرانسه هم از آخورد میخورد هم از توبره، یعنی دو طرف بود، همه جا داشت، هم رفیق قافله بود هم شریک دزد. ایشون رابطه بسیار نزدیکی با حزب نازیسم داره، عبدالحسین سرداری به عنوان یک بهایی رابطه بسیار نزدیکی، و دایی امیر عباس هویداست، رابطه بسیار نزدیکی با آلمانی ها داره، آلمانی های نازیسم داره، و در پاریس مراسم عیش و نوش سربازان نازی رو فراهم میکرده. با یک خانومی اونجا آشنا شده بوده این آقای عبدالحسین سرداری به نام الکساندریا، اگر اشتباه نکنم، که این خانوم ببخشی خانوم بیار بوده، و این آقای عبدالحسین سرداری یکی از شغلهای شریفش این بوده، خانوم ها رو میآورده برای سربازای نازیست و سفارت ایران رو ببخشید دیگه اونجا رو حالت بستر کرده بود، یعنی در حقیقت بخوایم مقدمانه بگیم یک بستر گستر بوده برای
افراد حزب نازی و از این راه پول زیادی به جیب میزنه عبدالحسین سرداری، پول زیادی به جیب میزنه. من میگم اینا خودشونو چرا مثل گوشت قربونی میارن میندازن جلوی من که من بیام این اسناد رو هی بگم. اینا حالا اشاره هم کردم کتاب آقای هویدا چی معمای هویدا آقای عباس میلانی که با جمهوری اسلامی هم نیستش که الان تو همون آمریکاست، این قشنگی هم نوشته. و ایشون وقتی که میبینه که حزب نازی داره ضعیف میشه، با حزب نازی که اینجوری میکنه، از یهودیا، چون یهودیا میدونی خیلی پولدار بودن، ایشون از یهودی ایرانی و غیر ایرانی به صحبت این که یک نژادی هست الان یادم رفته که میگفت اینا نژادشون مثلا یهودی نیست ولی خودشون یهودی شدن، نژادشون اسرائیلی نیست، و ایشون اومد خیلی از گذرنامه ها رو با پولهای هنگفت، با پولهای آنچنانی فروخ به یهودی ها و به اینا داد و اینا اومدن ایران، و این گونه بوده کارش. یعنی ایشون هم با آلمانی های نازیف کار میکرد پول به جیب میزد، هم این گذرنامه هایی که آقای مهدی آقا زمانی آقای سرداری داد بدون اجازه رضا شاه بود. من این دروغی که شما گفتی در هیچ جای تاریخ نیومده. من در مورد آقای عبدالحسین سرداری مشخصا کتاب آقای میلانی رو یاد میکنم، حتی یه کتابی هم در تعریف ایشون اومده، ولی من مشخصا کتاب آقای میلانی رو یاد میکنم که به هر حال واقعا یک انسان، ما چه خوشمون بیاد ازش چه خوشمون نیاد، قبلا هم توده‌ای بوده ولی واقعا آدم محققیه، تو این کار کارکشته است. و ایشون پولهای بسیاری گرفت و بهایی هم بود، بهایی هم که دیگه چه عرض کنم. بریم در ادامه. حالا اینم خاص، حالا نام اینو میاره جالبه، میگم همه چی به هم وصل میشه، فاضلاب ها یه جا خالی میشن و به هم میرسن همینجاست. به من بگی تو چند اندازه بودن کسانی مانند آقای سرداری یا چنین سابقه خدمتی؟ خب بگو سرداری بابا خانوم میآورد برای سربازای نازی، و بگو این گذرنامه رو برای یهودیا عاشق چشم و ابروشون نبود، چه پولی به جیب زد، چه معلوم چه میلیاردری شد این آقای سرداری، پولش از پارو بالا میرفت، دیگه حاضر نبود بیاد ایران زندگی کنه، رفت جنوب انگلیس، شهرش یادم رفته، یه دونه اونجا خونه خرید و یه خونه که چه عرض کنم یه قصر آنچنانی خرید و در همونجا هم آخر فوت کرد، یعنی پاشم دیگه تو ایران نذاشت. از سوی ایرانیان به یهودیان فارغ از این که اینها اهل کجای اروپا بودن میتونه نافی نظر آقای برنارد لوی باشه؟ میگم همین صحبتایی که شما خودتون فرمودید، آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما اشخاصی مثل عبدالحسین سرداری رو داریم در تاریخ ایران و همینطور که فرمودید با دستور رضا شاه و ایشون خیلی رضا شاه دستور داد به سرداری، اصلا سر همین کار رضا شاه چه عرض کنم، خیلی خوب نمیشه خیلی چیزا رو عرض کرد. این کمک‌های رو که کردن به چه ایرانیان یهودی و چه یهودیان غیر ایرانی، چه پولایی گرفتن، ادامه‌اش هم بگو. یهودیان اروپایی، یهودیان سایر کشورها که جون اینها رو دایی آقای هویدا بوده، بهایی هم بوده، نجات دادن و اینها رو به اردوگاه‌های مرگ نفرستادن، بسیار قابل تقدیره، مسئله بسیار مهمیه که باید دنیا بدونن که دولت ایران در اون زمان و ایرانیانی مثل عبدالحسین سرداری چگونه فکر میکردن و چه خدماتی انجام دادن نسبت به یهودیان. آیا این نوع فکر کردن این عزیزان و اون شرایط نشون میده که این یک پرنده پشت قضیه هست که احتمالاً یک نوع نگاه نژاد پرستانه در ایران میتونسته وجود داشته باشه یا منافیه اینه؟ منافیه اینه، من فکر نمی‌کنم که نگاه نژاد پرستانه در ایران وجود داشته. حالا اگر بخوایم مقایسه کنیم خانم عزیزاده، شخصیت رضا شاه بزرگ رو و شرط قبل از اون، به هر حال تاریخ گذشته شد سال‌ها از اون هست گذشته، به همین دلیل جامعه امروز جوان ایران به یاد نیاره که خب چقدر اقلیت‌های مذهبی در ایران در محدودیت بودن. آیا واقعا اون دوران رضا شاه، شما به هر حال تعریف و احترام هست به دروازگات و مروزگات و والدینتون شنیدید این تفاوت، آیا واقعا جامعه یهودیان ایران تحولی رو احساس کردن با وجود خاندان پهلوی یا خیر؟ جامعه یهودیان ایران آزادی خودشون رو مدیون رضا شاه بزرگ هستند. رضا شاه بزرگ کسی بود که به یهودیان ایرانی و بقیه اقلیت‌های مذهبی به خصوص یهودیان کمک کردند که از گتوهایی که در اون موقع در اون زندگی می‌کردند و حق و حقوقی که نداشتند و استثناهایی که برایشون ها قائل می‌شدند متأسفانه نجات پیدا کنن، از گتوها بیان بیرون و بتونن در جامعه به طور کل در همه خدماتی که به جامعه میشد شرکت کنند و یهودیان ایرانی اجازه تحصیل در دانشگاه ها رو پیدا کردند. همونطور که میدونید
این یهودیانی بودند که به بالاترین مدارج علمی رسیدن. پروفسور لاله‌زاری، پروفسور رهبر، اکتشافات مهمی در علم کردن و همینطورم در زمینه خب من تا اینجا نگر دارم. میره خندم از چیه؟ خندم از اینه که راست و دروغ ها رو یا میان همش هم اتفاقا الان این خانم صحبتی که کرد همش حقیقت بود، اما بخشی از حقیقت بود و بقیهش رو نمیگن. من خندم میگیره که اینا با چه روش های مغزشویی میخوام بکنن. بذارید یک بار برای همیشه شده اینجا، حتی یک بار برای همیشه نه، چون یک برنامه تخصصی در مورد رضاشاه و رفتارش با یهودی ها خواهم داشت، ولی بذارید در پاسخ به این خانم که یک مقدار آگاه بشید و بذارید برای بعدن که تخصصی تر وارد بشم، من اشاره کنم این قسمت رو ببندم. آره، رضا شاه بزرگ زمانی که به قدرت میرسه تز فکریش اینه. اولا من یه چیزی رو بگم، تمام اقلیت‌های دینی از زرتشتیان بگیرید، یهودی ها بگیرید، حتی بخشی از مسیحی ها بگیرید و یهودی ها بگیرید، شروع بخواه اینا رفتارهای زشت شیعه است دیگه. یعنی شیعه گفتم معجونی از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی است و نمیتونیم منکر بشیم که رفتارهای خیلی زشت و زننده شیعه در تاریخ داشته، به خاطر که یک بخشش وقتی شما دو تا فرهنگ متضاد به هم رو بخواید یک فرهنگ کنید، یک شترگاف پلنگی چون شیعه در میاد دیگه، یه چیز عجیب و غریبی در میاد و شیعه یک رفتار زشتی رو همیشه در برابر ادیان دیگر داشته و خیلی راحت مثلا به بقیه واژه واقعا زننده نجس رو به کار میبرده و این خانم درست میگن. شوربختانه شیعیان هم به زرتشتی ها، هم به یهودی ها، هم به بهایی ها از واژه نجس استفاده میکردن و خیلی شدیداً اقلیت ها رو ستیز میکردن باهاشون از نظر فکری و واقعا خیلی کار زشت میکردن. مثلا داستان هایی داریم وقتی زرتشتی ها میخواستن برن یه جا خرید کنن، شیعیان میگفتن اگه دست یک خان مثلا چیز زرتشتی به سبزی خورده اینا این نجسه و واقعا کارهای زشت و زننده شیعیان کردن. اینا آبروریزی که واقعا شیعه انجام داده و رفتار زشت و زننده ای که داشته. رضا شاه وقتی که میاد روی کار در راستای فرهنگ یک دست کردن جامعه ایران که تزش هم اتفاقا استاد کسروی بزرگ میده، استاد کسروی بارها من تو برنامه هم اشاره کردم، اعتقاد داشت که آقا لباس‌های محلی و اینجور چیزا و زبون‌های محلی و حتی بحث‌های دینی و اینا ضربه میزنه به وحدت ملی و یک پارچگی ملی. بعضی با این تز مخالف هستن ولی من اتفاقا پیرو همین تز هستم که باید ایران یک دست بشه و رضا شاه هم همین فکر رو داشت و این تز استاد احمد کسرویه. رضا شاه وقتی که میاد، خب میدونید که زرتشتیان، یهودی‌ها و حتی بهایی ها اینا هر کدوم کوچولو کوچولو واسه خودشون تو محله های مشخصی زندگی میکنن و زیاد تو جامعه نمیومدن، تو جامعه شیعیان. رضا شاه گفت آقا این مسخره بازی ها جمعه دیگه، به زرتشتی ها، به یهودی ها اینا گفت بیایی تو جامعه، توی محله نباشید. بهشون حتی امکانات داد و خونه های مثلا اینا رو گفتش که نبیای توی پخش بشید تو کل تهران، تو کل ایران، و تمام یهودی ها رو رضا شاه میاد بهشون کمک میکنه، میگه تو کل ایران پخش بشید، نام هاتون هم دیگه نام های چیز زیاد نذارید، نام ایرانی بذارید، که در اون مقطع خیلی از یهودی ها نام ایرانی میذارن. خب زرتشتی ها که نام ایرانی داشتن، بخاطر اینکه اصلا زرتشت که اصل ایرانیته، مابقی یه جورایی، هم شیعه خودش یه جورایی چیز مهمان هست، زرتشت که خودش اصل از نظر فرهنگی، و میاد و یهودی ها رو میاره تو جامعه رضا شاه، حتی کمک میکنه که جامعه یهودی بیاد یک دست بشه با کل جامعه. رضا شاه تزش این بود که آقا همه باید یک دست بشن، ما تو مملکت یهودی، زرتشتی، مسلمون اینا نداریم. رضا شاه تز فکریش این بود ما تو ایران فقط ایرانی داریم، تز فکریش این بود و خیلی هم درست بود و با این شکل اومد جلو. ولی اینجایی که این خانوم نمیگه و ادامه رو نمیگن، رضا شاه رفته رفته همون سالهای اول اتفاقا، حتی رضا شاه قبل از به قدرت رسیدنش آغاز کرده بود که، یعنی قدرت پادشاهی رسیدنش، میدونی که قبلش خب نخست وزیر رو در سران گروه قزاق بود، اومد و این اقدامات رو شروع کرد که اقلیت‌ها رو بتونه دستشون رو باز بذاره. اما از سال 1305 یا میتونیم بگیم آره دیگه با آغاز مجلس ششم دوران رضا شاه که 1305 اگر اشتباه نکنم، که مجلس ششم از سال 1305 تا سال 1307 ادامه داره و بعدش دیگه میره به مجلس هفتم، در این دو سال
1305 تا 1307 رضا شاه دیگه بدبین میشه. چرا؟ میبینی که آقا جان من اومدم یهودی ها رو گفتم بیایید تو جامعه زندگی کنین همه با هم، اصلا ما ایرانیم دیگه، اون مسلمونه. و اومد گفتش که کسی حق نداره به یهودی جماعت، و این واقعا مخصوص یهودی ها نبود، زرتشتی ها و دیگران نبودن. میگه هیچ کس حق نداره به این ابواج نجس استفاده کنه. پدرشو در میاره، قانون گذاشت و اومد اینا رو آورد تو شغلای دولتی، گفت همه باید یکی بشیم. اما رضا شاه همون ابتدا در اون دو سه سال اول دید من اینا رو آوردم تو جامعه که همه یکی بشیم، ولی دو گروه، خب ارمنی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها، اومدن کامل قاطی شدن با کل جامعه ایرانی و ما هیچ مشکلی مثلا با زرتشتی ها ارمنی ها نشون اومدن. و اتفاقا خیلی از این شیعیان هم آدمشون کردن، این شیعیان تندرو که خیلی واقعا حرفای زشتی میزدن و واژه نجس به کار میبردن، اینا هم آدم کردن. ولی دو گروه بودن که اینها نیومدن تو جامعه، یعنی اومدن تو جامعه ولی اومدن یارگیری کنن برای یه فرقه خودشون یا جریان خودشون. یکی بهایی ها بود، بهایی ها اومدن تو جامعه یارگیری کردن به جایی که حل بشن. رضا شاه گفتش که یهودی و بهایی و زرتشتی بیان با خود شیعه، همه بیان حل شید تو ایران. ولی یهودی ها و بهایی، این دو گروه اومدن نه تنها حل نشدن، اومدن ایران از آن خودشون کنن، نه اینکه برای ایران بشن. رضا شاه میخواست همه برای ایران باشن، اما یهودی ها و بهایی ها اومدن ایران رو برای خودشون کنن. برای همین اتفاقا یک چیزی رو عزیزان بهایی راست میگن شدیدا، یاران تو اینستاگرام الان قطع میشید، فوراً بیاید داخل، فوراً بیاید داخل. یک چیزی رو عزیزان بهایی راست میگن که ما شدیدا مثلا میگن که آقا ما به ایران تعصب داریم، درست میگن، ولی ایران رو برای خب بهاییت رو برای ایران نمیخوان، ایران رو برای بهاییت میخوان. اینها برنامه‌شون اینه که کل دنیا رو بهایی کنن بعد بیان ایران رو مثلا بکنن مرکز. اینو درست میگن. مسئله ای که بود بعد که رضا شاه از سال 1305 تا سال 1307 متوجه میشه نقشه یهودی‌ها چیه، چون اینا سری میان یک دونه انجمنی راه میندازن به نام صهیونیست‌های ایرانی، قابل توجه، یک مش افرادی هستن که دارن رقابت هم میکنن با هم دیگه، چه حملاتی هم به هم میکنن. یکی اون مردک خیکی آقای حازلیه، یکی هم بچهای رنسانس ایرانی هستن که افتادن به جون همدیگه، جفتشون هم بحثشون صهیونیست ایرانیه. نمی واسه منو بدبخت چرا فوش میدن، من بیگناه، من که با اون مظلومم یه گوشه وایسادم، شماها همتون دارید میرید دم از صهیونیست ایرانی میزنید. و میان صهیونیست ایرانی رو راه میندازن. اتفاقا یکی از اینایی که صهیونیست ایرانی رو، اولین کسی که صهیونیست ایرانی رو راه میندازه که من در یک برنامه ویژه برخورد رضا شاه رو با اینا رو براتون میام کامل توضیح میدم تخصصی، یک کسی به نام شموئل هییم اگه نامشون رو درست تلفظ کردم، یک ایرانی است به نام شموئل هییم. و این آدم میاد و صهیونیست ایرانی رو تو ایران راه میندازه و روزنامه هم راه میندازه برای صهیونیست ایرانی، و حتی میره تو مجلس پنجم هم هست. در مجلس پنجم هم ایشون رأی بالایی میاره، توی مجلس ایران میره، مجلس ملی ایران میره پا میذاره، و رضا شاه برای مجلس ششم نمیذاره این آدم دیگه بره، اینو بازداشتش میکنه رضا شاه. و میفهمه که یهودی ها و بهایی ها میخوان یارگیری کنن از جامعه و جامعه رو چند قطبی بکنن. از این نظر رضا شاه فورا دستور میده تمام مدارس بهایی ها و تمام مدارس یهودی ها به دستور رضا شاه بزرگ، خانم جان، آقای مهدی آقا زمانی، بسته می شود. اینا رو چرا نمیگید؟ اینی که میگید آقا رضا شاه اومد یهودی رو آورد تو جامعه، بله، ولی از سال 1305 به این سور رضا شاه وقتی که میفهمه برنامه شماها چیست، تمام مدارس بهایی و یهودی رو میبنده. نه جالب بهتون بگم مدارس زرتشتی رو نمیبنده رضا شاه، و جالب بهتون بگم والا حضرت اشرف پهلوی رو میفرسته در مدارس زرتشتی درس بخونن، حتی خانواده خودش رو رضا شاه میفرسته تو مدارس زرتشتی درس بخونن، و مدارس یهودی رو همه رو میبنده، تمام روزنامه های یهودی ها و بهایی ها رو میبنده، سران اینا رو بازداشت میکنه. همین آقای شموئل هییم که مسئول روزنامه صهیونیست ایرانیست و نماینده مجلس، دستگیر میکنه و میندازه زندان و در سال 1930 اعدامش میکنه. 1930 میشه به خورشیدی چند میشه؟ 1000
309 میشه. در سال 1309 رضاشاه شموئل هیم سردسته صهیونیستای ایرانی رو اعدام میکنه و تمام محدودیت ها رو برای عزیزان یهودی که مدرسه را انداخته بودن، روزنامه را قطع میکنه. چرا این کار رو میکنه رضاشاه؟ و جالبه اقداماتی که رضاشاه میکنه هنوز 7-8 سال مونده بوده به جنگ جهانی دوم. یعنی نمیتونید حتی شما بگید رضا شاه به خاطری که ارتباط داشت با حزب نازی و اینا چیزای تاریخی است، من نمیدونم، نمیشه زد زیرش که همین میدان نازی آباده که درست کردن به عشق مهندسان آلمانی چون رضا شاه علاقه داشته. حالا درست یا غلطش که من نمیتونم اظهار نظر کنم، صحبتی نمی کنم. رضا شاه علاقه قلبی داشت به هیتلر، یه چیز مشخصی است. حتی اومد میدان نازی آبادی که الان ما هستیم. چرا نازی آباد؟ نازی آباد طالبش فکر کردید؟ به خاطر اینکه مهندسان آلمانی میان راهن اونجا درست میکنن، رضا شاه اونجا رو نازی آباد میکنه. اینکه رضا شاه کار درستی کرد، با هیتلر دوست صمیمی بود یا نه، من اینا رو اظهار نظر نمیکنم که والا حضرت اشرف خودشون میرن در آلمان، والا حضرت اشرف میره در دیدار مستقیم با هیتلر، دیدار. ببین خیلی چیزا رو نمیشه گفت. من نمیتونم، قوانین من متعهد هستم به قوانین اروپا، نمیتونم خیلی چیزا رو بگم، ولی از جنبه تاریخی میتونم عرض کنم که والا حضرت اشرف میره در دیدار مستقیم میشینه، یعنی اشرف پهلوی اینجا میشینه، هیتلر در روبروش میشینه و ابراز علاقه میکنه و هیتلر عکس خودش رو امضا میکنه، میگه اینو بدید به رضا شاه بزرگ. و هیتلر ارتباط بسیار نزدیکی داره و هیتلر میاد به رضا شاه قول میده که اگه ما در جنگ پیروز بشیم، کشورهای شما مثل قفقاز و اینا، میگم کشورشان، زمینهای شما رو به مانند قفقاز و اینا رو که اون موقع روسیه تزاری با قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان و با قرارداد ننگینتر آخال که سمرقند و بخارا رو از ما جدا کرد، هیتلر قول میده که اگه جنگ جهانی دوم پیروز بشه، تمام سرزمینهای جدا شده از ایران رو که شوروی از ما اومده بود و بخش قبلش حتی روسیه تزاری این کار کرده بود، روسیه تزاری به زور از ما گرفته بود و الان دست شوروی بود، میاد همه اینا رو به ما میده. و رضا شاه اصلا دلباخته یه چیز بوده، نمیشه خیلی چیزا رو گفت، ولی علاوه تاریخی که میتونیم عرض کنیم، این حقیقت تاریخی قربونت برم. و اقداماتی که رضا شاه علیه یهودی های ایران میکنه قبل از جنگ جهانی دومه، تقریبا از سال 1305 تا 7، بابا مونده دیگه، 1305 تا 7 میشه 1925 27 تا 30 دیگه، از 1927 تا 30 جنگ جهانی که 1939 اگر اشتباه نکنم راه افتاد و بحثش پیش اومد و اینا، یعنی 9 سال قبل از جنگ جهانی دوم رضا شاه میاد چیز میکنه، کلن پرونده عزیزان یهودی رو میبنده به خاطر که میبینه اینا میخوان جامعه رو از آن خودشون کنن، در که رضا شاه اومد کلی امکانات به اینا داد. و خیلی جالبه هر کی هم میره یک مقدار با این عزیزان صهیونیست و با این عزیزان بهایی دم خور میشه، اگه وجدان آریایی داره فورا میفهمه اینا اهدافشون چیست، وگرنه ما هم خودمون همینجوری چیز نبودیم که از روز اول اینقدر آگاه نبودیم که فهمیدیم خیلی مسائل رو. این در مورد این بخش تاریخی. پس برخورد رضا شاه در ابتدا با یهودی‌ها نه تنها با همه اقوام و با همه اقلیت‌ها بسیار مثبته، ولی در ادامه دو گروه رو رضا شاه محدود می‌کنه، یکی بهایی‌ها هستن یکی یهودی‌ها. و این اقداماتی که رضا شاه انجام میده 9 سال قبل از جنگ جهانی دوم، یعنی نمیتونیم اینو به حساب دوستی نزدیک رضا شاه با هیتلر بذاریم، نمیتونیم این کارو بکنیم. و میاد سران یهودی رو اعدام میکنه به مانند شموئل هیم. این یک مسئله است که من در برنامه‌ای در مورد برخورد رضا شاه و یهودیان خواهم ساخت و مسائل رو میام کامل‌تر توضیح میدم. به هر حال بریم در ادامه صحبت دوست داشتم. و حالا چرا این خانم و عزیزان یهودی میان تحریف تاریخ میکنن؟ فقط بخش اول رو میگن، یعنی بخش اول 1300 و اصلا تقریبا رضا شاه قبل از به قدرت رسیدن از سال 1299 به این سو دیگه شروع میکنه کمکاشو به یهودیا تا سال 1305. چرا فقط این مقطع تاریخی رو دارن میگن؟ به خاطر که یک روشی که اینها دارن مصادره کردن، مصادره به مطلوب. رضا شاه الان شدیداً محبوبه تو ایران، میخوان مصادرهش کنن، همونطور که کوروش هخامنشی رو اینا مصادره کردن. ببینید شما در ارتباط با کوروش هخامنشی، آقا تولد کوروش هست، مرگ کوروش هست، کلی از جنگای بزرگ کوروش هست، چرا هفتم آبان؟
هفتم آبان اولین بار کیا اومدن گفتن؟ حالا به هر کی میگیم خبر نداره، خود منم جزو کسایی بودم. الان داریم تحقیق میکنیم میفهمیم چرا بین این همه روزی که میتونسته روز کوروش باشه هفتم آبان بولد میشه، میشه روز کوروش. چون در هفتم آبان اینها در تاریخ هایی که واسه خودشون ساختن اینه که آقا جان اومده بابل رو آزاد کرده از دست نبوبک نصر وحشی و فقط و فقط ما مردم بابل و اینا هم کوروش کار نداشته، فقط اومده گفته کوچیک شما یهودی ها هستم اینم پول برید اورشلیم. و روز هفتم آبان در حقیقت عزیزان یهودی روز آزادی یهودی ها و قوم بنی اسرائیل از دست نبوبک نصر میدونن، میان کوروش رو مصادره میکنن و اینجوری بولدش میکنن. الان هم میخوان رضا شاه رو بولد کنن دیگه، در ادامه نمیگن که بابا رضا شاه از سال 1305 تا سال 1300 بعد از اون دیگه کلن مدارس یهودی ها رو بست و سران یهودی رو تو ایران اونایی که به مانند شموه هیم داشتن کار صهیونیستی میکنن همه اینا رو اعدام کرد. و جالبه بهتون بگم یهودی ها چی کار میکنن، اصلا خود همه شموه هیم برنامه ترور رضا شاه رو داره. این هم یکی از نکاتیه که خیلی ها نمیدونن، میخواد رضا شاه رو ترور کنه. و یهودی ها از اونجایی که میبینن رضا شاه نقشه هاشون رو میگم، یهودی ها منظور بخش صهیونیستی است با اون یهودیان دیگر جدا و تمیز داده بشه، و میان برنامه میریزن که آقا جان رضا شاه رو ترور کنن، نمیتونن که همین شمال هیم لو میره و بالاخره 1309 اعدام میشه. و میبینن که دیگه داستان چیه و رضا شاه فهمیده، کل اطلاعات مملکت رو جاسوسی میکنن برای کی؟ برای شوروی. و من اینو بهتون بگم مو به تنتون سیخ میشه، بیشتر افسران حزب توده در اون مقطع یهودی هستن و تمامه. و میان وقت زمانی که هیچ وقت اینا تاریخ یادش نمیره، واقعا تاریخ یادش نمیره، زمانی که ارتش سرخ شوروی وارد خاک ایران میشه، عزیزان یهودی ما بلند میشن میرن لب جاده، دست براشون تکون میدن، سوت و دست میزنن و برای سربازان ارتش سرخ شوروی آب خوردن میانن. اینا تاریخه، اینا تاریخ، همش هم اسنادش هست. میدونید برای همین الان شاید یه سری چیزها رو عزیزان بفهمن که چرا خیلی صحبت ها رو نمیشه بر اساس دموکراسی کرد، به ویژه در مورد اتفاقاتی که 70 سال پیش تو اروپا افتاده. اجازه نمیدن شما بیاید صحبت کنید تو خیلی از مسائل. منم در چارچوب قوانین اروپا مجبورم همینجا دیگه بیشتر ادامه ندم خیلی چیزها رو. بریم گوش کنیم، بیشتر ادامه بدم دیگه میترسم برامون چیز بشه، مشکل ساز بشه. تجارت به اقتصاد ایران بسیار کمک شد، در همه زمینه ها یهودی ها شکوفا شدن و تونستن پیشرفت بکنن و همه اینها یه عزیزی نوشه کجاست این اسناد؟ عزیزم اسناد که پره، توی اینستاگرام نوشه، منتها آدمی میخواد که بره مطالعه کنه، همش هست. یه خورده چیز کنید، یه خورده بگردید، یه چهار تا سرچ کنید، اگه نبود به من پیام بدید. به خاطر کمک های رضا شاهی کرد. بسیار ممنونم، برمیگردم بهتون. آقای امیر، صحبت های خانم عزیزاده رو در مورد نقش و تاثیر رضا دوستان این بخش راضی بودن دیگه، امیدوارم این بخش راضی بوده باشه. حالا بریم در ادامه. رضا شاه و سرآغاز سلسله پهلوی در زندگی عمومی جامعه یهودیان ایرانی، شنیدید شما و همین روایت رو دارید، درست عرض میکنم؟ ببینید باز اجازه بدید که یک سابقه تاریخی بدیم و اون پایان قرن 19 هست، دوران قاجار در ایران، و ببینید که یهودیان در چه وضع واقعا رقتباری قرار داشتن. ناصرالدین شاه میره اروپا، میره سپاهیست و با سران جامعه یهودیان فرانسه تقاضای ملاقات میکنن و رؤسای آلیانس اسرائیلیت یونیورسل که رشته مدارس یهودی بوده در سراسر دنیا میآیم نزد شاه و میگویم که با از شما اجازه میخوایم که در ایران برای جامعه یهودیان مدارسی رو بگشاییم، همینطور که در الجزایر داریم، در تونس داریم، در مراکش داریم و در عراق و کشورهای دیگر. و ناصرالدین شاه انقدر آدم بی اطلاعی بوده که میپرسه یهودی یعنی چه، یعنی نمیدونسته که یهودی در کشورش وجود داشته. خب آقای منوچهر امیر با زرنگی باز یک حقیقت تاریخی رو میگه، ولی فقط یک بخشی از حقیقت رو میگه. میگه ناصرالدین شاه میره و اینا میان به ناصرالدین شاه میگن اگه اجازه بدی مثلا ما مدرسه یهودی درست کنیم. و ناصرالدین شاه اینقدر آدم ناگاهی بوده میگه اصلا یهودی چیه،
یعنی نمیدونسته، یعنی وضعیت یهودی ها اینقدر در ایران بد بوده که دیده نمیشدن و پادشاه مملکت ناصرالدین شاه خبر نداشته از وجود یهودی ها. خب این بخش راست میگه، ولی تحریف تاریخ داره میکنه آقای منوچهری، چون ناصرالدین شاه اساسا از هیچی خبر نداشته. بذارید یه مثال بزنم. ناصرالدین شاه وقتی که میره فرانسه برمیگرده میگه شگفت آور است که بچه های 7-8 ساله فرانسوی انقدر باسوادتر از مردم کشور ما هستن که فرانسوی رو بدون لهجه روان حرف میزنن. قربونت برم آقای منوچهری، ناصرالدین شاه که کلن از 7 دولت آزاد بوده، ناصرالدین شاهی که نمیدونه، فکر میکنه همه دنیا فارسی حرف میزنن، اگه فرانسوی بلدن مثلا باید یاد گرفته باشن، و نمیفهمه هر کسی زبان مادری داره و بچه های 7-8 ساله فرانسوی رو از دانشمندان ما هم در ایران بالاتر میدونه. میگه آقا بچه 7-8 ساله اونجا اینقدر باسوادتر از تحصیل کرده های مملکت ماستش که میتونه فرانسوی رو بدون لهجه صحبت کنه. میخواستی حالا مثلا اقلیت های دینی رو تو ایران آگاه داشته خبر داشته باشه. شما با سوء استفاده از این بخشای میگم حرفه‌ای عمل میکنن دیگه، دروغ که نمیگه، خب داره راست میگه، ولی انقدر دقیق نمیگه که آقا ناصرالدین شاه کلا از 7 دولت آزاد بوده، هیچ چیزی رو خبر نداشته. ناصرالدین شاه در مورد هیچ بخش مملکت خبر نداشته. یه همچین آدمی میخواد از اقلیت‌های مذهبی خبر داشته باشه، اینو میگه تا مظلوم نمایی کنه برای کی؟ آقا ما یهودی‌ها خیلی غریب بودیم تو ایران و فلان. از در طول تاریخ شما یه قوم کوچولویی بودید، ولی خوب با این هوچیگری و مظلوم نم. دو تا روش دارن دیگه. قیچی دو لبه، یه لبش مظلوم نمایی، یه لبش هم خشونت، جایی که بتونن با خشونت جنگ 6 روزه و جنگ 33 روزه و اینا، یا همین الان هم که میبینید چجوری دارن مردم فلسطین رو قتل عام میکنن. تو همین یک ماه گذشته نزدیک 70 نفر فلسطینی رو کشتن، انگار ببخشید پشه کشته شده، هیچکی خبردار نشد تو همین یک ماه گذشته. خبر دارید؟ یک نفر حالا اسرائیلی کشته میشه، 24 ساعت رسانه های جریان اصلی گلو پاره میکنن، 70 تا از مردم فلسطین تو همین 30 روز گذشته کشته شدن، انگار پشه کشته شدن، هیچ کی خبر نداره. مهم نیست آقا، اونجایی که بتونن با خشونت، جایی که نتونن اینجوری مظلوم نمایی. آقا ما اینقدر مظلوم بودیم که پادشاه ایران خبر نداشته ما بودیم. آقا اون پادشاه که اصلا از هیچی خبر نداشت، کسی که فکر میکنه بچه فرانسوی با سواده که داره فرانسوی صحبت میکنه. ببین چه فاجعه، چه احمقایی بعضی وقتا سران مملکت ما میشدن، شرم‌آور به خدا. در اون دوران یهودی ها همونطور که خانم عزیزاده گفتن در محله های دربسته زندگی میکردن و محدودیت های بسیار داشتن. وضع یهودی ها اینقدر قطبار بود، این برای همه بوده، زرتشتیان بوده، این به خاطر میگم رفتارهای زشت شیعه است دیگه، زننده است این رفتارهای شیعه، این برای همه ولی بوده، مختص شما نبوده. همونطور که آزادی یهودیان در بابل برای همه بود و کوروش بزرگ اومد همه رو آزاد کرد و قصدش مثلا حال دادن به یهودیا نبوده، همونجوری هم در دوران قاجار سختیایی که یهودیا کشیدن، پادشاه ایران قصدش آزار یهودیا نبوده، این آزار برای همه بوده. که در جریان انقلاب مشروطیت که یهودی ها هم فعالانه شرکت کردن در اون، قرار شد که یک نماینده برای یهودی ها باشه و یهودی ها هیچ شخصیتی، هیچ فردی که بتونه خوب صحبت بکنه و جرأت داشته باشه پیدا نکردن و این کرسی یهودیان رو به یک روحانی مسلمان پاکدل سپردن که از منافع یهودیان دفاع بکنه. بعد در اوائل قرن بیستم، دهه دوم قرن بیستم، از سال 1921 به بعد رضا شاه و خب یه لقیه یه جا بایستم، همون دوره هم که داره در مورد قاجار میگه، من اینو بهتون بگم، زمان قحطی بزرگ که انگلیسی‌ها بر ما تحمیل کردن و هولوکاست ایرانی ها رخ داد و جمعیت ایران از اون قحطی که برنامه‌ش هم ساختن از سال 1917 تا 1919، 20 میلیون جمعیت ما داشتیم، 10 میلیون کشته شدن، 10 میلیون موندن، ولی از این 10 میلیون مرده، 10 میلیون کشته که سر این قحطی و هولوکاستی که انگلیسی‌ها بر ما تحمیل کردن، حتی یک تن یهودی و بهایی کشته نشد و هیچ گزارشی وجود نداره و یهودی ها و بهایی ها مورد حمایت امدادهای
مخصوص آمریکا و خود انگلیس و اینا قرار گرفتن و نذاشتن اینا تو مزیقه باشن. اینم بگو تو بدترین شرایطی که 10 میلیون از جامعه ایران کشته میشن چه جوریه که یک یهودی تو این قحطی کشته نمیشه؟ اینا هم بگید دیگه. که به قدرت میرسه یکی از نخستین کارهایی که میکنه این است که بیاید و وضع اقلیت‌های قومی و دینی رو در ایران عوض بکنه و یهودیان آزادی پیدا میکنن، بهشون حق داده میشه که از محله، یعنی اون محله یهودیان، بیرون بیان، در خارج از محله زندگی بکنن، بهشون اجازه میده که بیاین و به شغل‌هایی بپردازن که پیشتر براشون ممنوع بوده، و حتی میاید و واژه یهودی رو عوض میکنن، به جای یهودی میذارن کلینی بر وزن موسای موسای کلیم الله، که دیگه نگن جهود، نگن یهودی، به خاطر اینکه یهودی نام زیاد خوشایندی نبوده. اینها رو همه از دوران رضا شاه، پیش از رضا شاه آغاز شد، ولی مطمئنن با رضا شاه، با آمدنش و از اونجایی که میخواست یک کشور مدرن و امروزی و پیشرفته در ایران ایجاد بکنه، این تغییرات رو هم به نفع یهودیان و به نفع اقلیت‌های دینی دیگه. ببخشید آقای منش امیر، من عکس این آقای شموئل هیم رو میخوام بهتون نشون بدم. این فرد چرا اعدام میشه به عنوان یک یهودی؟ این فردی که تو مجلس پنجم دوران شاه هست و روزنامه صهیونیست ایرانی رو داره چرا اعدام میشه توسط رضا شاه؟ آیا این فرد نمیخواستش که رضا شاه رو ترور کنه؟ آیا این فرد به جرم خیانت به ایران رضا شاه ننداختش زندان و اعدامش کرد؟ و چرا بقیهش رو نمیگی که رضا شاه تمام مدارس یهودی رو بست و تمام نشریات بهایی ها و یهودی ها رو جلوشون رو گرفت؟ چرا اینا رو نمیگید؟ چرا بخشی از حقیقت رو دارید به ملت ایران میگید؟ برنامه تون چیه واقعا؟ چرا شما از این شخصیت یاد نمی کنید؟ شموئل هیم فردیست که توسط رضا شاه و تمام اطرافیان این فرد که کمک میکردن برای چاپ نشریه صهیونیست ایرانی، همشون ها رضا شاه به زندان میندازه و این سردستشون رو اعدام میکنه. اینا هم بگو آقای منوش امیر دیگه، قربونت برم. ادامه برنامه عکسش رو نشون دارم که بدونید که خودم حرف نمیزنم. به وجود آورد. و باز من میخواهم که از خانم دکتر میترا ملکی، ببخشید مهراب، دکتر مهران ملکی، دقیقا باید از همون مهران ملکی کد بیاری، خیلی چون ایشون توپ قشنگ علاوه روانی و شخصیتی و اینا کاملا همه چی سر جاشه، خیلی آگاهن، و از همون ایشون باید کد بیاری کی نقل قول بکنن که ایشون گفت مسئله این که بیاین و به یهودیان. مهران ملکی یک رضا طلب پیشرفته تره، چون با بقیه رضا طلبه که فقط همین بلدن آ قربونه هیکل رضا من بشن، نه مهر ملکی یه دوتا کتاب بیشتر خونده، یه مقدارم اشوه میاد و اینا، یعنی یک رضا طلبه یک مقدار پیشرفته تره. علاوه اینا، علاوه عقیدت اینا، اصلا تو باق نیست این خانوم. بعد آقای منوشه همین از اون داره کد میاره. بله دیگه، در تخت جوره حسابی. ایرانی که در اروپا گرفتار رژیم آلمان هیتلری شدن، از پیش از اینکه ایران به اشغال نیروهای روس و انگلیس و آمریکایی در بیاد آغاز شده بود. اینکه وضع یهودیان ایران رو باید تغییر داد و بالا برد، در مکاتبات وزارت خارجه ایران وجود داره، و امیدوارم که خانم دکتر مهران ملکی و دیگران این اسناد رو بیرون بیارن، به صورت کتاب در بیارن، در اختیار همگان قرار بدن، و که معلوم بشه واقعا دوران رضا شاه چقدر در کسب آزادی و تساوی حقوق برای اقلیت‌های دینی و به ویژه لعنت بر منکرش رضا شاه تمام تلاشش رو برای کسب تمام آزادی برای همه اقلیت‌ها انجام داد. فقط پرسش منو بگی بعد چرا این کارا رو جلوش گرفت؟ در ارتباط فقط با شما
عزیزان یهودی و بهایی. و چرا زمانی که رز در زمان رضاشاه خواستن رادیو برلین رو در ایران تأسیس کنن و این رادیو برلین اتفاقا بخشی از کارش ضد یهودی بود، رضاشاه جلوشو نگرفت؟ ببین من نمیخوام تایید کنم کار رضاشاه، ببینید دقت کنید، من دارم تاریخو میگم، اینجا هم با محدودیت‌های قوانین مواجهم. چرا زمانی که خواستن رادیو برلین رو در ایران راه اندازی کنن که پسر کیخسرو ارباب کیخسرو را انداخت به نام بهرام کیخسرو، بهرام کیخسرو ارباب وقتی که اومد رادیو برلین رو در تهران را انداخت، حالا جالبه تو بگم، اون کسی که رفتش که روان این رادیو رو باز کنه ولیعهد جوان محمد رضا شاه پهلوی بود، میره روان رادیو برلین رو چیز میکنه، پاره میکنه، این رادیو تأسیس میشه و اون رادیو بخشی از کاراش زیر نظر حکومت رضا شاه، که رضا شاه اون موقع مشکلی نداره اینا ظاهرا، و بهرام کیخسرو اولین کسی است که بحث پولیمو تو ایران راه میندازه، بهرام کیخسرو اربا، یک زرتشتی زاده است. و این زرتشتی زاده این که کارش درست بوده یا غلط بوده من اصلا وارد نمیشم، اما من دارم تاریخ رو میگم، من اینجا راوی دارم میکنم. عزیزانی که بعد میخوان یه خود بالا پایین بپرن و دنبال بحثای شکایت و شکایت بازی باشن گوش کنن، من اصلا اینجا موضع نمیگیرم که شما بخواید برید شکایت باشه، دارم راویم، دارم میگم اگر اینطوری که آقای منوش امیر میگه، چرا زیر نظر رضا شاه بدون اعتراض رضا شاه رادیو برلین که ضد یهودیست راه میفته زیر نظر که رئیسش آقای بهرام کیخسرو ارباب یک زرتشتی زاده است، و در اون رادیو اولین بار بهرام کیخسرو که خود محمد رضا شاه میاد تأسیسش میکنه، در مراسم افتتاحیه شرکت میکنه، این رادیو رو باز میکنه، بحث پولیمو پیش میکشه و میگه آقا مردم ایران بابت این مسئله پولیم برید انتقام بگیرید از یهودی‌ها. این بحثایی بوده که تو رادیوی برلین بوده و رضا شاه اعتراضی نمیکنه. من دارم میگم همه این حالایی که رضا شاه داد و درستم داری میگی، بعد چرا از شما عزیزان یهودی سلبش کرد که شما یهودی ها بلند شدید رفتید حامی شوروی شدید و در حزب توده رفتید؟ خب آقا جان چرا تاریخو تحریف میکنید؟ چرا بخشی از تاریخو میگید بقیه‌ش یا نمیگید خودتو؟ بقیه هم که بخوام بگن قوانین دموکراسی و اینا دیگه، بر حسب دموکراسی زیاد نمیتونه بقیه بگم. من خیلی از بخشای تاریخو عزیزان نمیتونم بگم، خیلی از بخشا رو نمیگم، اینجا موضع نداشتم ها که رضا شاه، نه اصلا وارد این قضیه نمیشم، اصلا به من ربطی نداره، من فقط دارم روایت میکنم، فقط دارم میپرسم که رضا شاه به شما حالا چرا بعدش اون بخشی که حال نداد و حتی رادیو یهودی ستیز برلین و توسط بهرام کیخسرو در اینان را افتاد، پسرش هم فرستاد گفت بود آقای افتتاحیه را بنداز و در اون رادیو حرفای ضد یهودی انجام میشد، اونا را چرا نمیگی تو به عنوان یک خبرنگار واقعا متعهد که باید همه حقایق را بگی؟ من حرفم اینه، یهودیان خوب بوده و موثر قطعاً همینطور بوده و جزئی هم نیست. فقط من این جمله رو اضافه کنم که فقط اقلیت‌های مذهبی نبودن که از این مسئله بهره‌مند شدن، کل ملت ایران بهره‌مند شدن. میراث قجر برای ایران، مردم شپش زده، معتاد، آلوده، آب متعفن، گرسنه. دوستان تلگرامی، هر کی فوش داره میده چه در دفاع از من چه در مخالفت از من، من فقط میبینم بلاک میکنم، چون واقعا زشت سفره که خراب نکنه، همه رو بلاک کردم چه با من چه با برزده من. استگی فقر و عقب ماندگی در همه سطوح فرهنگی و اجتماعی بود و آخوندها مثل امروز تا مغز و استخوان مردم با خرافه دخول کرده بودند زندگی آدمها را به آقای چی دخول واژه زشتی های آقا زمانی ادبیاتت رو این برده بودند و در یه همچین فضای مشمئز کننده متعفن بدبوی است که مردی برمیخیزه، چکمه سربازی میپوشه، شنه میگردنش میندازه و ایران رو آباد میکنه و به همه و تمام اون کمک هایی که به یهودیا کرده سلب میکنه، بعدم رادیو برلین زیر نظرش راه میفته. بعدیارم بگو خب اصلا اینکه تا دیروز نیاز به این داشتن که فرصت داشته باشن تا خودشون دوستان خوشتون میاره از این برنامه من، ارزش داره نشستید دیگه؟ این همه اطلاعات رو همینجوری دارم میدم، ادعای استادی و اینام ندارم، به خدا ایران قسم اینا رو سالها پیش خوندم، برای این برنامه امروز خودم رو آماده نکردم، سالها پیش اینا رو مطالعه کردم، برای همین گفتم یک برنامه تخصصی در این موضوع دوباره خواهم ساخت که یه خوردن ریستر بشم بتونم برنامه رو یه مطالعه تو این بخش تاریخ دوباره بکنم. ولی برید مقایسه کنید با کسایی که میان
حجم فضای مجازی رو با چرندیات پر میکنن و انقدر چرت و پرت پخش میکنن و افرادی چون من مظلوم مظلوم همیشه در تاریخ باید تک و تنها باشیم و کلی هم بهمون فشار بیاد. خدایش برای این اطلاعاتی که دارم ارائه میدم چند سال آدم باید زحمت بکشه این سطح گسترده اطلاعات رو به دست. نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی امیدوارم عزیزان و یاران قدر این برنامه ها رو بدونن. اثبات کنن فضای و فرصت اثبات شدن ده. یهودی ها مردمان سخت کوش، کوشا و براستی، یعنی زرتشتی ها و مثلا همین بچه شیعه اینا هیچ کدوم دیگه سخت کوشا اینا نیستن، همه مفخورن. حالا والا تو تاریخ ما هرچی نگاه میکنیم قربون هرچی یهودی بریم اهل کار کردن چیزن، همشون سرمایه دار بودن و شکم هم همه بلش کن. آخه ببینید چی داره میگه. قابل ستایشی بودن که از این رهگذار استفاده کردن، مثل بقیه مردم تونستن خودش. من بدون شوخی بگم من کوچیک تمام یهودیام هستم، من دارم تاریخ رو روایت میکنم و فرق بین یهودی و صهیونیست دو تا چیز میدونم. دوستان خوب یهودی هم داشتم و دارم و مسئله من بحث صهیونیسته، ولی امروز درصد بالایی از دوستان یهودی طرفدار صهیونیست هستن و خب من با یک جریان خطرناکی چون صهیونیست که یک ارتش کودک‌کش بدون پاپولیستی که اصولا چون واژه کودک‌کش من همیشه گفتم کسی به کار بود داره وارد پاپولیست میشه، باور کنید بدون اینکه بخوام پاپولیستی در بیارم، یک ارتش کودک‌کش و من باهاش ستیز دارم، باهاش می‌جنگم چون یک حکومت و یک داستان غیرقانونی و خطرناکی که کل دنیا رو می‌خواد به لجن بکشه. شون رو به جامعه خودشون رو شکوفا کنند و از این شکوفایی بقیه ملت ایران رو هم متنعم کنند. خانم عزیزاده، در بیانیه شما هم به خدمات رضاشاه اشاره شده، یعنی در واقع در پاسخ به آقای، یعنی از فرصت پاسخ به آقای برنارد هانری لوی استفاده فرمودید برای بیان همین مسائل. تو چرا تا به این اندازه این مسئله مهم هست که این خدمات یادآوری چه و این خدمات رو شما چگونه اینا که جلوتون هم هست، نصف تاریخو که نگفتن رضا شاه چیکار کرد جلوی ده. حالا با خودشون دارن میرن جلو دیگه. ببین وقتی که شما یه برنامه داشته باشید، من اگر دارم تنها اجرا میکنم مخالفین من شهامت ندارن بیان با من مناظره کنن، ولی آقای آقا زمانی من که شهامت دارم با شماها مناظره کنم، شماها میاد بیانیه صادر میکنید میگه اصلا بحث مناظره نه، امیدوارانه خفه بعد بشه، امیدوارانه نه بعد بیاد که کارو چیز کاسبی ما رو به هم میریزه، کاسه کوزه ما رو میشکنه، میاد با چهار تا حرف همین من اونجا بودم اینا هم وقتی اینا دارن در مورد رضا شاه اینجوری میگن، بعد بخشی از تاریخو دارم میگم، خب منم با یه آرامش یه لبخندی یه کوچولو میگم که پس چرا سال 1305 تا این سو پدرتون رو در آورد، چرا آقای شموئل هیه ما رو تو اعدام کرد، چرا رادیو برلین را افتاد، چرا چرا یه سری چیزاش هم نمیتونم چرا چرایی بقیه رو بگم رو نمایی کنم. برای همینه امیدوارم بعد سانسور بشه، ولی خب اینا الان یک طرفه رفتن، حالا واسه خودشون دارن میرن دیگه. پیش‌فرض شد که آقا یک بخش از تاریخو گفتن، حالا قضاوت بر اساس اون یک بخش برو جلو. خب بیانم به بیانیه شما میشتم. ببینید خدماتی که رضا شاه بزرگ به ایران کردن بسیار زیاده و این باید مد نظر هر ایرانی، هر ایرانی وطن پرست، هر ایرانی قدردان باشه و بدونند که رضا شاه برای مملکت و مردم ایران چه خدماتی انجام دادن. لیستش باور کنید، لیست این خدمات در یک صفحه بزرگ هم نمی گنجه، تازه یک نمونه ای از خدماتی. ولی شما بعضی از اینها در بیانیتون اشاره کردید، بهتره من رو بیانیه شما تاکید میکنم، چون بیانیه شما در مهمترین مجامع سیاسی فرهنگی و تاثیرگذارترین اندیشکده های آمریکایی بازنشر میشه و این نشانگر نوعی اطلاع رسانی بین المللی در خصوص این مسئله است. درسته. چه مواردی رو شما مد نظر قرار دادید در همین بیانیه؟ من میتونم این بیانیه رو برای شما بخونم که همه بینندگان شما مطلع باشن از این. دولت ایران در سال 1935 تحت حکومت رضا شاه کبیر نام این کشور را، تغییر نام این کشور را از پرشیا به ایران تصویب نمود. گزارش ها، اسناد و نقل قول های متعدد در رابطه با این تصمیم به خصوص انگیزه های بسیاری را برمی شمارند. از آن میان آنچه بیش از همه قابل باور بود و مورد تایید قرار گرفته این است که رضا شاه به عنوان یک ملیگرای واقعی،
در راه مدرنیزه کردن کشور و ملت ایران به طور خستگی ناپذیری فعالیت نموده. و دقیقا هم به خاطر همین کار رضا شاه بود که شما عزیزان تقریبا 90%تون رفتید عضو حزب توده شدید و در این کوشش ها به موفقیت چشمگیری دست یافته بود. در مدت زمان کوتاهی مساعی رضا شاه و رهبری ایشان ایران را از یک کشور فاقد قانون که در آن یک حکومت مرکزی ناکارآمد، نابسامان، بی‌کفایت و فاسد توانایی کنترل استانها را در دست نداشت به کشور قانون و نظم تبدیل کرد که در آن جنایات و فساد ریشه‌کن گردید. در این دوران زیرساخت‌های عظیمی تأسیس شد. دانشگاه تهدلیل تغییر نام به ای بود که غلبه آنها یهودیان ایرانی امریکایی هیچ مدرکی در تایید ادعاهای آقای برنارد هنری لوی ندیده است که گفتند این تغییر نام نتیجه سیم جمع خصوصی در نیزه کردن ایران آقای مذهبی در نساس کردن. بگرم شما آقای امیر اینقدر اینجا جالبه گوش کنید، ریشه‌شناسی یهودی ها در تاریخ ریشه دارد و تکرار شده. وقتی یهودیان از پادشاهان پارسی بابا چه زوری میزنی آقا زمانی حرف میزنی، خب بابا بهت پول دادن حالا چه زوری میزنی، اینقدر شناسی یهودی. بابا آرام آرامش حفظ کن، آرام نشستی سر جا با آرامش ببین، اونقدی که تو هیجان داری آقای منوچهر امیر و اون خانومه خودشون رو نمیکشن که دفاع کنن از خودشون. با میخوای پولی که خود گرفتی مثلا حروم نباشه، میخوای قشنگ حلال باشه، درست کار کنی، باشه آرام آرام باش بابا. روشن داریوش هخامنشی و تا خشایارش هخامنشی به نیکی در کتب مقدسشون یاد میکنن. ریشه این قدر شناسی تاریخی چیست که دوستی میان دو ملت یهود و ایرانی رو تا به این اندازه کهن تاریخ تو که الان گفتی یهودیای ایرانی یعنی اینا ایرانی هن. این دو ملت چی شد پس؟ کی و ماندگار میکنه؟ بله اجازه بدین من با توجه به مسائلی که شنیدم دو سه سوال دارم چون وارد نبودم. اینجا مهمه گوش کنی، میگه چون وارد نبودم. خیلی واردی آقای منوش همین اینجا. خانم عزیزاده آیا شما این مصاحبه رو شخصا شنیدید؟ این مصاحبه به زبان فرانسه بوده و نکات مهمش رو ترجمه کردن و برای ما فرستادن. به این میگم مالکشی. حالا خود بیان تا اینجا ای کار چی شد؟ بحث این که یهودی ها دیدشون این بوده علیه ایران و این طوری ها، یعنی یهودی های صهیونیست اینا رو مالکشی در با گفتن بخشی از تاریخ که آی رضا شاه فلان و اومد اونا رو به امون حال داد. اون بخش دیگه ای که رضا شاه اومد از سال 1305 به این سو تمام مدرسه یهودی رو بست و اینا رو اصلا سکوت، اصلا تو تاریخ نیست، اینا همه توهم ما هست. بعد حالا از اینجا به بعد حالا اصلا کجا برنارد لوی همچین حرفی زده؟ خانم عزیز این صحبت های برنارد لوی کجا شما شنیدید؟ حالا الان بازی آقای منوچهر امیر رو نگاه کنید، برای تطهیر کردن یک فرد فاسدی چون برنارد لوی، حالا یهودی ها رو که تطهیر کردن حالا نوبت برنارد لوی شده. کی ترجمه کرد و به چه زبانی از فرانسه ترجمه شد؟ از کی ترجمه کرد به چه زبانی از فرانسه ترجمه شد؟ خب حالا گوش کنید. آیا شما این مصاحبه رو شخصا شنیدید؟ این مصاحبه به زبان فرانسه بوده و نکات مهمش رو ترجمه کردن و برای ما فرستادن. کی ترجمه کرد و به چه زبانی از فرانسه ترجمه شد؟ از فرانسه به فارسی ترجمه شده بود که فرستادن. مطمئن نیستم که چه شخصی ترجمه کرده بوده. ببینید یعنی خود شما این رو به زبان فرانسه نشنیدید، ترجمه فارسیش به دست شما رسیده؟ بله روی یوتیوب هست مصاحبه جناب امیر. باشه من میشنوم چون فرانسه میدونم و میخوام ببینم که ایشون دقیقا چه گفتن و فیلمو میبینه تو رو خدا، یعنی ما هم گوشامون دراز دیگه. آقا جان من آخه مگه میشه شما رو دعوت کرده مهدی آقا زمانی بیای اونجا در مورد صحبت‌های برنارد لوی صحبت کنی، دقیقاً وسط برنامه گذشته، برنامه 45 دقیقه است، 31 دقیقه تا الان مصاحبه کردم، برای 31 دقیقه آقای منوچهر امیر. خانم جان کی هستن این حرفا رو مگه برنارد لوی زده؟ کی گفته؟ چی بوده؟ کی مصاحبه رو ترجمه کرد؟ آه باشه بعد من میرم نگاه میکنم.
آخه شما باید نگاه میکردی میومدی توی همچین برنامه ای. مگه میشه یک خبرنگار کارکشته کهنه‌کار حرفه‌ای همچون منوشه امیر صحبت برنارد لوی رو نگاه نکرده باشه اومده باشه برنامه؟ اگر میشه دیگه پس آقا بازنشسته شد دیگه. من امید دانا به هر حال وقتی میخوام بیام برنامه اجرا کنم یه نگاهی میکنم در هر صورت. مگه میشه شما بدونین که هیچ واقعا میشه واقعا من باورم نمیشه چه فیلمی بازی میکنن اینا. حالا گوش کنید. امیدوارم که یه بار دیگه ما این مصاحبه رو انجام بدیم و من با استناد به آنچه که به گوش خودم شنیدم بتونم قضاوت کنم. اجازه بدید. یعنی خب تو اگه چجوری وقت مردم رو میگیرن 31 دقیقه مصاحبه تازه الان ببین اینا فیلم. حالا اگه اینا مصاحبه که اگه ایشون رفت مثلا بعدم بیان یه مصاحبه که من گوش کردم بیاین مصاحبت کنیم، من اسمم عوض. حالا ببین چه فیلمی هن اینا. توضیح بدم که چرا من ابراز تهدید میکنم. من یک فرد رسانه‌ای هستم، به قول ایرانی ها روزنامه نگارم و همیشه هر چرا که میشنوم هم در ترازوی عقل و منطق میسنجم و هم از من. شما به عنوان روزنامه نگار و تاریخ نویس یا هر چیزی که خودتو مینامی باید اول مصاحبه رو گوش میکردی بعد میومدی مصاحبه رو میکردی؟ فیلم نه برای ما دیگر. بررسی. شما صهیونیستا ببینید شما شیطون رو درس میدید. میخوام ببینم که آیا اون چه که نقد شده درست نقد شده یا نه. علت این که من ابراز تردید میکنم و خیلی دلم میخواد که این مصاحبه رو خودم به زبان فرانسه بشنوم، حادثه شرم‌آوری است که میخوام خدمتتون تعریف بکنم. این حادثه شرم‌آورش خیلی مهمه. به ایرانیان هشدار بدم که مواظب باشن که در دام نیفتن. خب و قضیه از این قرار است، حواس ایرانی ها باشه تو دام نیفتید، تو دام اینا بیفتید. خب حدود یک سال پیش یک ترجمه سخنرانی پروفسور برنارد لوئیس به زبان فارسی منتشر شد که در آنجا ایشون گفته است که توهین کرده به تمدن و فرهنگ یهودیان. من ایشون رو از نزدیک میشناسم، باهاش شام خوردم، نهار خوردم، صحبت کردم دو سه بار تو رادیو اسرائیل. فهمیدید چی شد؟ میگه دو سه سال پیش، میگه سال پیش یه ترجمه ای بیرون اومد از برنارد لوئیس. برنارد لوئیس کیه؟ یهودی انگلیسی که بعد رفت اقامت آمریکا رو گرفت. همین ماه هم ایشون 100 سالش تموم میشه. نقشه تجزیه خاورمیانه رو داده. آقای منوشه امیر داره میگه من با ایشون شام خوردم و رابطه نزدیکی دارم. میگن خود دلیل اومد دیگه، آفتاب خودش دلیل خودشه. ببینید داستان چی شد دیگه. برنارد لوئیسی که نقشه پدر تجزیه ایرانه و بحث تجزیه خاورمیانه رو مطرح میکنه و یکی از جملات معروف برنارد لوئیس، بذارید براتون بگم، برنارد لوئیس یهودی انگلیسی که الان آمریکایی شده و 100 سالش هم شده و نقشه تجزیه خاورمیانه رو میکشه، میگه فرهنگ ایران فرهنگ برتره، برای نابودی فرهنگ ایران موظف هستیم که اینها را به کوچولو کوچولو کشورهاشون رو تجزیه کنیم و این فرهنگ رو از بین ببریم. این فرهنگ رو یک دفعه نمیتونیم از دفعه، چون فرهنگ ایران برتره بعدن چه بخوایم چه نخوایم تسلط پیدا میکنه. و درست هم میگه، چون فرهنگ ایران برتره وقتی که حتی ما مسلمان میشیم از دل شیعه رو درست میکنیم، که حتی اگه حسن نصرالله هم باشی، شیعه هم باشی، دم از اسلام و قرآن و محمد هم بزنی، فارسی صحبت کردنت بدون لهجه میشه. این تأثیر فرهنگ ایرانه. فرهنگ ایران انقدر قویه صدها الله و قرآن و اسلام و یهود و مسیح و همه رو با همدیگر آب میکنه. این هژمونی فرهنگ ایرانه که حتی خامنه ای هم باشی علاقه داری به ادبیات پارسی، که برمیگردی دفاع میکنی از ادبیات پارسی. این فرهنگ والای ایرانیست که آقای برنارد لوئیس اینا میگه. حالا آقای منوشه امیر میگه من با این دوست بودم، یه سال پیش اومدن گفتن یه مقاله منتشر شده از برنارد لوئیس که داره به یهودیا توهین میکنه. خب معلومه یه همچین چیزی نیست، چون برنارد لوئیس که خودش یهودیه. حالا یه داستان یا ساخته از خودش. خب این میشه برنارد همچین مقاله هم من الان توش تو شک دارم که این داره راست بگه، چون یک روده راست تو شکم این صهیونیستا نیست.
حالا الان میخواد اینو مثلا بگه توجیه کنه برنارد لوی رو که یه همچه چیزی نگفته، ترجمه اشتباهه. خب باش مصاحبه کردم، حالا ترجمه اشتباهه که ما چیکار داریم به ایرانی ها؟ چرا آقا تمام کارشناسان، تمام که یعنی بخش گسترده از کارشناسان خود فرانسه به زبان فرانسوی پاسخ آقای برنارد لوی رو داده. ما که یک هفته بعدش، ما اصلا تو فضای ایرانی که یک هفته بعد از این دعواها تو فرانسه اومدیم برنامه ساختیم و بسیار بسیار از نسبت به تمدن ایران ایشون خیلی علاقه داشت و احترام میگذاشت و در برنامه های صدای اسرائیل توضیح داد که ایرانیان چه خدماتی رو به فرهنگ جهان کردن. بعد من این ترجمه فارسی سخنرانی ایشون در یکی از دانشگاه ها رو خوندم و دیدم که توهین های سختی شده به فرهنگ ایران زمین. گفتم امکان نداره که این سخنرانی مال برنارد لوئیس باشه و با سابقه ای که من از حکومت تا الان میگفت توهین شده به یهودی ها، الان میگه توهین شده به فرهنگ ایران. ببینم چون من اشتباه میکنم. ایشون گفته است که توهین کرده به تمدن و فرهنگ یهودیان. بخواه یهودیان اینجا میگه تو در یکی از دانش، بعد میگه ایران. میبینید حواستون نه، چون داره دروغ میگه من حواسم نبود اتفاقا، الان یه دفعه هوشیار شدم. داره صحبت میکنه میگه برنارد لوئیس اومدن مقاله دادن که این توهین کرده به یهودی ها. چون داره دروغ میگه دو جمله بعد یادش میره، میگه که برنارد لوئیس توهین کرده، من این مقاله رو خوندم کلی، توهین کرده به فرهنگ ایرانیان. اشکاها رو خوندم و دیدم که توهین های سختی شده به فرهنگ ایران زمین. دیدی اونجا گفت یهود، اینجا گفت ایران، چون داره دروغ میگه. آدمی که داره اصلا همچین مقاله وجود نداره، درست داره میکنه که تطهیر کنه برنارد لوی رو. بعد ببینید حالا اون آقا زمانی چجوری میاد مالکشی کنه از این آبروریزی که اینا کردن صهیونیستا، یک موقعیت بسازه برای این جریان. حالا بهتون نشون میدم. گفتم امکان نداره که این سخنرانی مال برنارد لوئیس باشه و با سابقه ای که من از حکومت اسلامی ایران و شیوه کارش دارم، به اون آقایی که این ترجمه رو برای من فرستاده بود و در استرالیا زندگی میکنه نوشتن که آقای الف شما تسلط دارید و انگلیسی، لطف کنید و متن اصلی سخنرانی ایشون رو به زبان انگلیسی بخونید و مطابقت بکنید با ترجمه فارسیش، ببینید که واقعا درست ترجمه شده یا نه. ایشون بعدم برای من نوشت که یک کلمه از این توهین هایی که در ترجمه فارسی ارائه شده در اون وجود نداشته و نداره. گفتم آقای الف بیایید شجاعت نشون بدید و همونطور که پروفسور لوئیس رو محکوم کردید و ازش انتقاد. چرا میگه آقای الف؟ کسی که یه همچه آدم بی اخلاقی که ترجمه علکی میکنه، نامشو بیار که ما بریم یقش رو بگیریم، چون وجود خارجی نداره اون آقای الف. آقای الف دیگه، حالا الف کیه؟ امید دانام الف داره اولش. باز کردید بیایید بگید من اشتباه کردم. این تصویر خود برنارد لوئیس خائنه، یک فرد کثیف که تمام نقشه تجزیه ایران رو میکشه و این آدم میگه من باش دوستی دارم. این یک دلیل دیگر که عزیزان یهودی، اگر واقعا یهودی ایرانی، اگر واقعا عاشق ایران هستن، خطشون رو باید جدا کنن. بله این تصویر ایشون هست که الان میبینید، مرزیست که پایه‌گذار شناخت اسلام در جهان بوده، بهترین کتاب ها راجع به اسلام رو ایشون نوشته. درست. یک یهودی که بهترین کتاب ها رو در مورد اسلام نوشته، اینم در نوع خودش جالب، برات درست میگه، منتها در مورد خود اسلام نه. آقای برنارد لوئیس در حوزه اسلام در ترکیه بیشتر کار کرده، عثمانی، و ایشون یک عثمانی شناس اصلا، در ارتباط با فرهنگ عثمانی و تمدن عثمانی ایشون خیلی اطلاعات گسترده ای داره. گفتم به اون آقای علف در استرالیا که بیایید و اعلامیه بدید که این ترجمه درست کاره. مثلا همین برنارد لوئیس توی کتاب من، چهره اون چهره که تو کتاب من، این چهره اول دیگه تو خود جلد کتابم و یک فصل از کتابم به برنارد لوئیس اختصاص داده شده. اطلاعات حکومت ایران و غیره و غیره. حالا با توجه به مطالبی که شنیدم و اطلاع نداشتم، میام با خودم حساب میکنم. پروفسور آنری لوی که بسیار آشناست به همونطور که شما شهادت میدید به جزئیات تمدن ایران، چطور ممکنه که بیاید و بگوید که تغییر نام ایران
یک توطئه و تبانی بین رضا شاه و هیتلر بوده. ببینید وقتی که من حساب میکنم که هیتلر در سال 1933 به قدرت رسید و تا 1935 و حتی بعد از اون تصور نمیکنم که قصد داشت که بیاد و دنیا رو تصرف بکنه و بالاتر از این کاری نبود هیتلر تا سال 1935 و دولت ایران، یعنی بیاییم و تصور بکنیم که هیتلر انقدر در سال 1935 نقشه داشته که بیاد دنیا رو بگیره، در صورت که تا اونجایی که مدارک تاریخی هست هیتلر میخواسته که یک قسمتی از اروپا رو بگیره، شاید تمام اروپا رو بگیره و اصلا کاری به ایران رو جاهای دیگه نداشته و بیاید و بالاخره این گفتگو و این تماس ها و غیره طول میکشه، فوری که نیست و رضا شاه هرگز شما نمیبینید که ایشان سخنی گفته باشد که ما میخواییم که بر کشور گشایی بکنیم، بر کشورهای دیگر مسلط بشیم و یک حکومت ایرانی در جهان به وجود بیاریم. رضا شاه چنین انسانی نبود. رضا شاه یک رسالت برای خودش قائل بود و اون این که ایران رو آباد بکنه، ایران رو آزاد بکنه، ملت ایران رو برسونه به سطحی آنچه که در ترکیه دیده و آنچه که در کشورهای اروپایی از زبان دیگران شنیده. بنابراین آمدن و از قول پروفسور آنری لوی ادعا کردن که ایشون در این چه تأکیدی دارن پروفسور آنری لوی بابا فیلم پورنو میسازه دیگه، همچی پورنو. حالا خوب عکساش هم هست دیگه، دیدید دیگه تو عکسای سکسیشو برید بذارید بنال لوی عکسای سکسی چقدر عکس داره تو این زمینه. ببین چه اصراری، چه تعصبی رو بنال لوی، بابا چه پولایی خرج میشه تو این اپوزیسیون که دیگه بنال لوی هم حامی پیدا کرد تو این اپوزیسیون. مصاحبه تلویزیونی توهین کرد. اوه بانو سهیلا بیشترش رو پس از دست دادی، بعد بشین حتما از اول ببینید. و گفته تبانی بوده، والا این به عقل کوچیک من جور در نمیاد و این نگرانی رو دارم که ترجمه فارسی که به دست شما رسیده و دیگران و باید بررسی کرد که کی ترجمه کرده، ممکنه تحریف شده باشه و در واقع یک ترفند دیگر مثل ترفند پروفسور لوئیس باشه و سخنرانی او. آقای عزیزم خیلی ممنونم. یه دوست بسیجی اینجا نوشته که آقا احترام بذار به آقای خامنه‌ای، واژه آقا بیار. ببین بسیجی ها بعضیشون چقدر پر روان، واقعا خیلی پر روان. آقا از این چرت و پرتا تو صفحه من بنویسی بلاکت میکنم، من میدونم کی رو چجوری صدا بزنم. بسیار یعنی برخی میگم تو حق قشری چقدر ما برخی عقب افتاده داریم، یک بخشی از این بدبختی امروز مملکت ما سر این عقب افتادهای بسیجیه. بخشی از این بسیجی ها حالیش نیست. من دارم برنامه میزدم وسط برنامه، آقا تو رو خدا به آیت الله خامنه‌ای ما آقا بگو، جمع کن آقا تو رو خدا. بسیار خوبه که ما چهره های فاخر و آقای اینقدر کمهوشن برخی از این بسیجی ها به خدا، یعنی واقعا داغونن برخی ها. مثل شما رو داریم و سپاسگزارم از این که شما با توجه به تسلطتون به زبان فرانسه این رو مهم رو بار دیگه بررسی میکنید که اگر غیر از این عزیزم قبل از که برنامه اجرا کنید بهش میگفتی بررسی کنه فیلم، میاد ما رو با فیلم کردید واقعا بود. حتما ما همینجا با حضور شما با حضور خانم عزیزاده در تبجیل از این فیلسوف فرانسوی که از ابتدای برنامه ما همواره یاد کردیم که ایشون یکی از تاثیرگذارترین چهره های معاصر در تاریخ در تمجید از بنال لوی خودش داری میگه. تسلطتون به زبان فرانسه این رو مهم رو بار دیگه بررسی میکنید که اگر غیر از این بود حتما ما همینجا با حضور شما با حضور خانم عزیزاده در تبجیل از این فیلسوف فرانسوی که از ابتدای برنامه ما همواره یاد کردیم که ایشون یکی از تاثیرگذارترین چهره های معاصر در تاریخ معاصر جهان، در تاریخ فلسفه معاصر اروپا و جهان هستند. یعنی هر کی چهره تاثیرگذار باشه اوکی، ما تمجید هم میگه در تمجید تلویزیونی که یادگار رضا پهلوی است، این افرادی که نزدیکترین افراد به شهبانو فرع و رضا پهلوی بارها باشون مصاحبه کرده، اصلا تو همون جریانه، همین مصاحبه رو اختصاصی شورای ملی میاد پخش میکنه. اصولا شورای ملی برنامه اینا رو که کم و بیش چیزه که خیلی مهمه رو اشتراک میذاره. اینو شورای ملی تو فیسبوک رسمیش گذاشته با سر 80,000 تا لایک. آخر برنامه میگه هدف چیه، ما که از اول تمجید کردیم از برنارد لوی. خب تو غلط کردی،
از یه آدمی که دنبال این بود که بابا برید اکثر تمام کارهای آقای بین‌المللی رو توی تجزیه اقلیم کردی و عراق نگاه کنید، چه تلاشی داشت میکرد اسرائیل دوم رو بغل گوش ما درست کنه، چجوری کردهای ایرانی رو تحریک کرده، چگونه سوریه رو اومده جنگ را انداخته، پول میده سودان و شمال جنوبی کرده، این همه در دو بخش آقای بین‌المللی حرفه‌ای است، یکی جنگای داخلی و بکش بکش و بزن پدر یه مملکت رو در بیار، یکی دیگه هم صنعت فیلم پورن و اینا. انقدر این آدم فاصله که دیگه آقا مراکش اومد گفت برید یقه اینو بگیرید ببینیم این چجوری اومده کلی از شهرهای مراکش رو خریده، شهر میگم زمینای مراکش رو خریده. بعد اینا بعد این بین‌المللی میاد علیه رضا شاه موضع میگیره، میگه رضا شاه یه آدم فلانی بوده، علم بوده، نام ایران هم اینجوری، نام ایران رو بین‌المللی اعتماد خیلی صادقانه تر دیدگاه صهیونیستی رو به ما میگه، برمیگرده میگه نام ایران یک نام ضد یهودی و ضد صهیونیستی است. این دید اوناست، این که درست میگه غلط میگه واردش نمیشم، دید اوناست. اصلا ببخشید نام ایران اون زمانی که 7000 سال پیش داشت درست میشد که شما اصلا نطفتون به وجود نیومده، همین تاریخ جعلیتون هم تاریخ 5000 سال است، تاریخ 5000 سال یهودی داریم. زمانی که نام ایران از ایر اومد و ما ایر هستیم، اصلا شما نطفتون به وجود نیامده باشه که الان مثلا بخواد نام ایران ربطی به شما داشته باشه یا نداشته باشه. اینا دیگه نوشابه هاییست که شماها واسه خودتون باز میکنید و میار حرفای مشخص میزنه. اینا اومدن یک برنامه بسیار خنده‌دار رو گذاشتن، دو سه تا هدف رو دنبال میکنن، یکی تأثیر خود یهودی ها، هم یهودی های ایرانی هم کل یهودی ها، و در مرحله بعدی آقای یعنی اون خانمی که اونجا نشسته تطهیر یهودی های ایرانه، آقای منوشه امیر خود تطهیر خود شخص بین‌المللیه، این آدم هم که پول گرفته برای مجیزگویی. اما میگه ما تمجید کردیم ازش. خب تو غلط کردی از یک فرد ایران ستیز تمجید کردی. دلیلی که من با تو رضا دیبا تو اربابت اینا کار دارم و ولتون نمیکنم، این همه برنامه ساختم بابت همین نوع تمجیداتونه دیگه. تمجید میکنی خودتو گوشت قربونی میکنی جلوی برنامه رو دست. آقای امیر حتی به فرض محال که ممکنه تشکیل کم باشه، خدمت بزرگ و اهمیت موضوع در صحبتهای او نیست، در واکنش به موقع جامعه یهودیان ایرانی در خارج از ایران به هر گونه بی احترامی به ایران معاصر، اینکه چگونه ایرانیان یهودی در صف اول دفاع از ایران ایستادن در حالی که جمهوری اسلامی یک به یک یهودیان ایرانی در داخل. الان جمهوری اسلامی الان کجا بود؟ کجای داستانو چه ربطی به جمهوری اسلامی داشت؟ الان سر پیاده الان جمهوری اسلامی یه بین‌المللی نامی صهیونیسته توی فرانسه گفته رضا شاه نام ایران رو علیه یهودی‌ها گذاشته، یهودیای کالیفرنیا هم یه بیانیه نوشتن گفتن آقا ما حرفای ایشون رو قبول نداریم، رضا شاه رو دوست داریم. شما هم یه برنامه گذاشتید که بیاید ببینید آقا بین‌المللی اینو گفته یا نگفته، دارید در مورد رضا شاه و اینا صحبت. جمهوری اسلامی الان کجای داستان بود شما نامش آوردید؟ ببینید اینها میگن اپوزیسیون حال به هم زن، موقعیت نشنا، هر اتفاقی میفته هر کسی تو کره زمین هر کاری بکنه اینا ربطش میدن، هر صدای در میشه رو کره زمین اینا یه ربطش میدن به جمهوری اسلامی. الان به جمهوری اسلامی کجای داستانه؟ واقعا من نمیدونم چجوری تو ربطش دادی به جمهوری اسلامی. خلا خارج ایران رو همواره سعی کرده در مقابل ایران قرار بده، بگه اینها اینقدر که به اسرائیل اهمیت میدن به ایران اهمیت نمیدن. من سوالم مشخصا از شما اینجا یه پرسش دارم از عزیزان یهودی. الان عزیزان یهودی با این اقدامات اسرائیل موافقن یا موافق نیستن؟ مشخص میشه کی کجا وایسای دیگه. گور پدر جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی الان چه ربطی داشت؟ خوب لوله خورخوره ای برای خودتون درست کردید. جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی رو قشنگ کردید یه لوله خورخوره دیگه. امید دانم یه کار تحقیقاتی میکنه، زورتون به امید دانم نمیرسه. سرباز گمنام امام زمانه بابا خیلی هم چیز هستیم، توی روشنایی وایسادی موزمون هم مشخصه. فلا بین‌المللی یه چیزی گفته جمهوری اسلامی میخواد ایرانی ها رو در روی هم قرار بده، جمهوری اسلامی به بین‌المللی گفت یه همچین حرفی بزن؟ این قدر شناسی و این پاسداری از هویت ایرانی چرا تا این اندازه در جامعه یهودیان ایرانی تبار زنده پویا و محکمه هر کجای دنیا که هست؟ بله من به این پرسش شما پاسخ خواهم داد، ولی من میدونم که توی لس آنجلس فرانسه دان زیاد هست و خواهش میکنم که اون فیلم اگه توی یوتیوب هست درخواست بکنید از یک نفر که تسلط داره
به زبان فرانسه این رو ترجمه بکنه و ببینید. آخرش هم باز منوشه امیر دیگیر داره که باز برید اینو ترجمه کنید. بابا خب ترجمه میکردی میومدی فیلم نیا. تو اگه گوش نکرده بودی که الان به عنوان یک خبرنگار حرفه‌ای که نمیومدی. اگه یک شخصیت دیگه جای تو بود من قبولشم، چون تو این اپوزیسیون های منوشه امیر انقدر افراد بی سواد مثل همین مهد کودک من و تو، انقدر کارشناسای کمدین نه کدوم جوب ها پیدا میکنن، از تو جوب پیدا میکنن طرفو میارن میشونن که حرفای کمدی به برخی که از جوب پیدا میکنن. تازگی دیدم از تروریست رامین حسین پناهی هم دارن دفاع میکنن که قراره اعدام بشه اینا، ولی حزب کمالت آقا اعدامش نکنید فلان اسیر، یه چرت و پرتایی میگن الان خندش میگیره. اونها اگر به جای شما این حرفو میزدن من میگفتم آقا جوونه جویای نامه، چه میدونم سوتی داره، تا این دعوتش کرده ندیده اومده فهمیده چقدر. آقای امیر آخه من قبول نمی کنم شما گوش نکرده اومده باشی فیلم نیا. این شد برنامه آخه من گوش نکردم فلان، چه مالکشی. پروفسور آنری لوی چه گفت؟ چند بار اینا پروفسور بستن به خیک که این یارو مرتی که پرنوساست. در مورد اونچه که شما فرمودید کاملا درست میگید. ببینید من سفرهای بسیار کردم به خارج از اسرائیل، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکای جنوبی و جاهای دیگه، و هم ایرانیان غربت زده رو دیدم. مهتی عزیز میگه چه استادی داری معطل میگه. عزیزم ما تو تیم رودست وظیفه داریم نگاه کنیم، ما کارمون اینه که چشم مسلح نیروهای ایرانگرا هستیم دیگه، باید نگاه کنیم. و هم دیگرانی که فرض کنید از سوریه، لبنان و غیره آمدن آرژانتین، و مقایسه میکنم میبینم که اونها تا چه حد به فرهنگ پدری و سرزمین مادری خودشون از اینجا به بعد برنامه هم چیزی نیست و دیگه برنامه رو جمع میکنن دیگه، صحبت خاصی دیگه نداره. اینو ببندم بیام تصویرم میارم وسط، تصویرم میارم وسط. بله این حقیقت این روزهای اپوزیسیونه که حالا در مستند آمد نیوز و شبکه بیان که دوستان عزیز ما درست کردن که یکی دو روز دیگه منتشر میشه و واقعا مستند بسیار جالبیه، 27 دقیقه است، حتما نگاه کنید و از دست ندید. یاران در اینستاگرام قطع میشید الان میارمتون داخل و حتما نگاه کنید مثلا اونجا هم اشاره میکنیم که اینها چگونه پول میگیرن، چیکار دارن میکنن، برنامه هاشون چیست و به چه شکلی دارن پولها در این اپوزیسیون خرج شده. نگاه کنید یک برنامه گذاشتن در دفاع از برنال لوی و میان تحریف تاریخ میکنن، یک بخشی از تاریخو میگن آی رضا شاه به یهودیا کمک کرد، بخش دومشو نمیگن که بعد رضا شاه چیکار کرد که اینا بلند شدن رفتن پشت شوروی، و اینگونه با تحریف تاریخ تلاش دارن که بحث صهیونیست ایرانی رو در ایران دوباره جا بندازن. اینا واقعا دوست دارن دوباره بتوانن شموئل هیم های بعدی باشن و الان میبینید در نیروهای ایرانگرا الان ما یه آدمی رو داریم به نام این حازلی، این بلند شده اومده یه مقاله نوشته آی چی درود بر اسرائیل، سلام بر اسرائیل دوم، این چرت و پرتا. یا بچه های رنسانس ایرانی که من خیلی دوستشون داشتم قلبن، واقعا بچه های شاهین نژاد اینا واقعا آدمایی هم که من قلبن دوستشون داشتم و حتی الان دارم، واقعا آدم احساساتی هم هستم، هم شاهین نژاد رو دوست دارم هم جیسون جورجانی رو دوستم. یه دفعه اینا میان میگن ما صهیونیست ایرانی، آقا چه جوری یه شب شما میگین ما صهیونیست ایرانی؟ و اینا هم که الان بیا اومده آقای مهدی آقا زمانی با چه ترسی با چه هیجانی یهودی ها فلا یهودی ها شقیر یهودی ها اینطوری ها. بابا آدم چی بگی؟ من چه برداشتی کنم؟ پول گرفتید؟ من چی بگم به خدا؟ مافیای پیچیده‌ای که دموکراسی و صهیونیست ها را انداختن و میبینید دیگه چگونه دشمنیشون رو با ایران دارن نشون میدن. من نمیدونم قضاوت با شما، امیدوارم این برنامه حسابی روشنتون کرده باشه. این بخش برنامه رو میبندم و شما عزیزان رو بدرود میگم.